کتاب یوشع، یوشع فصل یکم، فرمان تصرف کنعان. بعد از وفات موسی خدمتگزار خداوند، خداوند به دستیار موسی یعنی یوشع پسر نون گفت: خادم من موسی وفات یافته است، پس تو و همه مردم اسرائیل آماده شوید تا از رود اردن عبور کرده به سرزمینی که من به آنها خواهم داد بروید. همانطور که به موسی گفتم به شما هم میگویم، هر جایی که پای شما به آن برسد آنجا را به شما خواهم داد. حدود سرزمین های شما از جنوب به بیابان، از شمال به کوه های لبنان، از مغرب به سواحل مدیترانه و از مشرق به رود فرات خواهد رسید. همچنین سرزمین هتیان را در اختیار شما می‌گذارم. همانطور که با موسی بودم، با تو نیز خواهم بود و تا پایان عمرت هیچ کس نخواهد توانست در برابر تو مقاومت کند. همیشه همراه تو خواهم بود و هرگز تو را ترک نخواهم کرد. دلیر و شجاع باش، زیرا تو این قوم را رهبری خواهی کرد تا سرزمینی را که به نیاکانشان وعده داده ام به دست آورند. قوی و دلیر باش و از تمام دستورات و قوانینی که موسی خدمتگزار من به تو داده است اطاعت کن و از آن منحرف نشو، تا در هر کاری که می کنی موفق گردی. کتاب تورات را همیشه در نظر داشته باش، آن را بخوان و درباره آن روز و شب تفکر کن، تا بتوانی تمام دستوراتی که در آن نوشته شده پیروی و اطاعت نمایی، آنگاه موفق و کامیاب خواهی شد. باز میگویم دلیر و شجاع باش، ترس و شک به دل خود راه مده، زیرا خداوند خدای تو در همه جا همراه توست. دستور یوشع به قوم. پس یوشع به رهبران قوم دستور داد که به همه مردم در اردو بگویید آذوقه خود را تهیه کنید، زیرا بعد از 3 روز از رود اردن عبور خواهیم کرد و سرزمینی را که خداوند به ما وعده فرموده است تصرف خواهیم نمود. یوشع به بزرگان طایفه رعوبین و جاد و نصف طایفه منسی خاطر نشان کرده گفت: کلام موسی خادم خداوند را به یاد داشته باشید که فرمود: خداوند خدای شما زمینی برای شما آماده کرده است تا در آن ساکن شده آرامی بیابید. شما با زنان، اطفال و گله و رمه خود به آسودگی در این سرزمین در این سوی رود اردن زندگی کنید. اما مردان مسلح باید برای جنگ آماده باشند و پیشاپیش بقیه قوم از رود اردن عبور کنند تا آنها را در تصرف آن سرزمین یاری نمایند. همراه آنها بمانید تا آنها زمینی را که در غرب رود اردن است و خداوند وعده مالکیت آن را به آنها داده است تصرف کنند. و وقتی که همگی آرام و آسوده شدند، آنگاه شما می توانید به وطن خود در شرق رود اردن که خادم خداوند موسی به شما داده است بازگردید. همگی موافقت کردند و گفتند: هرچه به ما امر کردی به جا می آوریم و به هر جایی که ما را بفرستی می رویم. همانطور که همیشه موسی را اطاعت می کردیم، از تو هم اطاعت می نماییم و دعا می کنیم همانطور که خداوند خدای تو همراه موسی بود همراه تو نیز باشد، و هر کسی که با تو مخالفت نماید
یا از دستورات تو سرپیچی کند کشته خواهد شد. پس دلیر و شجاع باش. یوشع فصل دوم. یوشع جاسوسانی به اریها می فرستد. پس یوشع پسر نون دو نفر جاسوس را محرمانه از اردوی عقاقیا به کنعان فرستاد و گفت بروید و وضعیت و شرایط آنجا مخصوصا شهر اریها را بررسی کنید. آن دو رفتند و در آنجا در خانه زن فاحشه‌ای به نام راهاب شب را به سر بردند. به پادشاه اریها خبر رسید که چند نفر اسرائیلی برای جاسوسی وارد سرزمین شده اند. پادشاه اریها به راهاب پیغام فرستاده گفت مردانی که در خانه تو هستند جاسوس می باشند. آنها را به ما تحویل بده. اما راهاب آن دو نفر را پنهان کرده گفت بلی، آنها نزد من آمدند ولی من نفهمیدم که از کجا آمده بودند. هنگام غروب آفتاب پیش از آن که دروازه های شهر بسته شود اینجا را ترک کردند و نمی دانم به کجا رفتند. اکنون نیز اگر عجله کنید می توانید آنها را دستگیر نمایید. اما راهاب آنها را در پشت بام زیر ساقه الیاف کتان که در آنجا گذاشته بود پنهان کرده بود. فرستادگان پادشاه تا نزدیک رود اردن به تعقیب جاسوسان رفتند. بعد از رفتن آنها دروازه های شهر بسته شد. پیش از آنکه جاسوسان بخوابند راهاب به پشت بام رفت و به آنها گفت من می دانم که خداوند این سرزمین را به شما داده است. همه مردم این سرزمین از شما می ترسند و هر وقت نام اسرائیل را می شنوند به وحشت می افتند. ما شنیده ایم که وقتی از سرزمین مصر خارج می شدید چطور خداوند دریای سرخ را برای شما خشک کرد و چگونه سیحون و اوج دو پادشاه اموریان در شرق رود اردن را از بین بردید. همین که خبر آن به گوش ما رسید همگی از ترس شما به وحشت افتادیم و دل و جرأت خود را از دست دادیم، زیرا خداوند خدای شما خدای آسمان و زمین است. پس اکنون به نام خداوند قسم بخورید تا همانطور که من با شما با مهربانی رفتار کردم شما هم با فامیل من به خوبی رفتار کنید و نشانه‌ای به من دهید که پدر، مادر، برادران، خواهران من و خانواده ایشان را از بین نبرید بلکه از مرگ نجات بدهید. آنها به راهاب گفتند اگر به آنچه میگوییم عمل نکنیم خدا ما را بکشد. اگر تو از نقشه ما چیزی به کسی نگویی قول میدهیم وقتی خداوند این سرزمین را به ما داد با شما با لطف و مهربانی رفتار کنیم. سپس راهاب آنها را با ریسمان از پنجره به پایین فرستاد چون خانه او در کنار دیوار شهر قرار داشت. راهاب به آنها گفت به طرف کوه بروید و مدت 3 روز خود را در آنجا پنهان کنید تا کسانی که در تعقیب شما هستند بازگردند. آنگاه پی کار خود بروید. آنها به راهاب گفتند ما به وعده‌ای که به تو داده ایم عمل خواهیم کرد. وقتی ما وارد سرزمین شما شدیم این ریسمان قرمز را به پنجره‌ای که ما را از آن به پایین فرستادی ببند. آنگاه تو باید پدر، مادر، برادران، خواهران و تمام خانواده پدرت را در خانه ات جمع کنی. هر کسی که از خانه تو خارج شده به کوچه برود خونش به گردن خودش می باشد و گناه ما نخواهد بود. اما اگر به کسی که در خانه تو باشد صدمه‌ای برسد ما مسئول خواهیم بود.
اگر تو از نقشه ما به کسی اطلاع بدهی، آنگاه ما مجبور نخواهیم بود به وعده خود که به تو داده ایم عمل کنیم. راهاب قبول کرد و آنها را روانه نمود. وقتی آنها رفتند، او ریسمان قرمز را به پنجره بست. آنها به طرف کوه رفتند و مدت 3 روز در آنجا پنهان شدند تا وقتی که فرستادگان پادشاه برگشتند. آنها تمام آن سرزمین را جستجو کردند ولی جاسوسان را نیافتند. آنگاه جاسوسان از کوه پایین آمدند و از رود اردن عبور کرده نزد یوشع پسر نون برگشتند. پس همه وقایع سفر خود را به او گزارش دادند. سپس آنها گفتند اکنون به ما ثابت شد که خداوند همه آن سرزمین را به ما داده است، زیرا تمام مردم آنجا از ترس ما به وحشت افتاده اند. یوشع فصل 3، عبور قوم اسرائیل از رود اردن. روز بعد یوشع و تمام قوم اسرائیل صبح زود از خواب بیدار شدند. اردوگاه عقاقیا را ترک کرده به سمت رود اردن حرکت کردند و مادامی که منتظر عبور از رود بودند در آنجا اردو زدند. بعد از 3 روز رهبران قوم در سرتاسر اردوگاه گشتند و به مردم گفتند وقتی کاهنان را دیدید که صندوق پیمان خداوند را میبرند، از اردوگاهتان خارج شوید و به دنبال آنها بروید، چون شما راه را نمیدانید، آنها شما را راهنمایی میکنند. اما یادتان باشد که هرگز به صندوق پیمان خداوند نزدیک نشوید و دست کم 1 کیلومتر از آن فاصله داشته باشید. یوشع به مردم گفت خود را پاک کنید، زیرا خداوند فردا معجزات بزرگی نشان خواهد داد. بعد به کاهنان فرمان داد که صندوق پیمان خداوند را گرفته پیشاپیش مردم بروند و آنها طبق فرمان یوشع عمل کردند. خداوند به یوشع فرمود امروز تو را نزد قوم اسرائیل سرفراز می سازم تا آنها بدانند که همانطور که همراه موسی بودم با تو نیز هستم. به کاهنانی که صندوق پیمان را حمل می کنند بگو وقتی به کنار رود اردن رسیدند داخل رود نشوند، بلکه در همانجا بایستند. یوشع به مردم گفت بیایید و بشنوید که خداوند خدای شما چه فرموده است. به این وسیله خواهید دانست که خدای زنده در بین شماست و بدون شک کنعانیان، هتیان، هویان، فرزیان، جرشیان، اموریان و یبوسیان را از سر راه شما دور می کند. صندوق پیمان خداوند خدایی که مالک تمام زمین است پیش از شما داخل رود اردن می گردد. پس 12 نفر را به نمایندگی از 12 طایفه اسرائیل برای وظیفه خاصی انتخاب کنید. همین که پای کاهنان حامل صندوق خداوند که صاحب تمام زمین است به آب رود اردن برسد، آب از جریان باز می ایستد و مانند سد روی هم انباشته می شود. مردم از اردوگاه حرکت کردند و کاهنان حامل صندوق پیمان خداوند پیشا پیش آنها به راه افتادند. در آن وقت سال چون موسم درو بود، آب تا کناره رود بالا آمده بود. همین که کاهنان پای خود را در آب گذاشتند، آبی که از طرف بالا جریان داشت از حرکت باز ماند و در مسافت دوری تا شهر آدم در نزدیکی سرطان جمع شد و آبی که پایین تر از آنجا بود تا دریای مرده قطع شد، به طوری که قوم توانستند در جایی که مقابل اریها بود از رود عبور کنند. کاهنان حامل صندوق پیمان خداوند در وسط رود اردن
بر روی خشکی ایستادند تا همه مردم از رود گذشتند. یوشع فصل چهارم. 12 سنگ یاد بود. وقتی که همه مردم به سلامتی از رود اردن عبور کردند، خداوند به یوشع فرمود 12 نفر یکی از هر طایفه انتخاب کن. به آنها بگو که هر کدام یک سنگ از همان جای خشک رودخانه که کاهنان ایستاده اند بردارند و در جایی که امشب اردو میزنید بگذارند. پس یوشع آن 12 نفر نماینده طایفه های اسرائیل را فرا خوانده به آنها گفت به رود اردن جایی که صندوق پیمان خداوند خدایتان قرار دارد بروید و هر کدام به نمایندگی از هر طایفه اسرائیل یک سنگ را بر روی شانه خود بیاورید. آن 12 سنگ کارهای بزرگی را که خداوند برای آنها انجام داده است به یاد می آورند و در آینده چون فرزندان شما بپرسند که این سنگ ها برای چیست، شما به آنها بگویید که وقتی صندوق پیمان خداوند از رود اردن عبور می کرد جریان آب قطع شد و به همین سبب این سنگ ها برای بنی اسرائیل خاطره ای جاودانه می باشند. آنها دستور یوشع را به جا آوردند و همانطور که خداوند فرموده بود به نمایندگی از 12 طایفه اسرائیل 12 سنگ از رود اردن آورده در جایی که اردوگاه ایشان بود قرار دادند. یوشع در وسط رودخانه جایی که کاهنان حامل صندوق پیمان خداوند ایستاده بودند نیز 12 سنگ بر روی هم قرار داد. آن سنگ ها تا به حال در همان جا قرار دارند. کاهنان در وسط رودخانه ایستادند تا آنچه را که خداوند به یوشع دستور داده بود انجام شود، همانطور که موسی به یوشع فرموده بود. قوم با عجله از رودخانه عبور کرد. بعد از آنکه همگی به آن طرف رودخانه رسیدند، کاهنان حامل صندوق پیمان خداوند پیشاپیش مردم به راه افتادند. مردان طایفه رعوبین، جاد و نصف طایفه منسی بر حسب دستور موسی پیشاپیش مردم دیگر حرکت کردند. در حدود 40,000 نفر همگی مسلح و آماده برای جنگ از صحرای اریها گذشتند. در آن روز خداوند یوشع را در نظر بنی اسرائیل سرفراز نمود و در تمام طول عمرش همانطور که به موسی احترام می گذاشتند به او نیز احترام می گذاشتند. خداوند به یوشع فرمود به کاهنان حامل صندوق پیمان خداوند بگو که از رود اردن خارج شوند. پس یوشع امر کرد که آنها از رودخانه بیرون بیایند. همین که کاهنان از رود اردن خارج شدند و پای به خشکی گذاشتند، آب رودخانه دوباره به حالت اول خود برگشت و آب آن بر تمام کنارهایش جاری شد. روزی که مردم اسرائیل از رود اردن عبور کردند، روز دهم ماه اول سال بود و آنها در جلجال در سرحد شرقی اریها اردو زدند. یوشع در آنجا 12 سنگی را که از رود اردن آورده بودند بر روی هم نصب کرد. آنگاه به مردم گفت در آینده وقتی فرزندان شما بپرسند که این سنگ ها برای چیست، شما به آنها بگویید که این سنگ ها به یاد بود روزی است که مردم اسرائیل از میان رود اردن از خشکی عبور کردند. بگویید که خداوند خدای ما آب رود اردن را خشک کرد و آن را نگه داشت تا همگی از رود عبور کردند، درست مانند همان معجزه‌ای که 40 سال پیش انجام شد
یعنی وقتی که خداوند آب دریای سرخ را خشک کرد تا ما از آن عبور کنیم، تا تمام مردم روی زمین بدانند که قدرت خداوند عظیم است و شما نیز همیشه به خداوند خدای خود احترام بگذارید. یوشع فصل پنجم، مراسم ختنه در جلجال. پادشاهان اموریان در غرب رود اردن و همه پادشاهان کنعانیان در سواحل دریای مدیترانه شنیدند که خداوند آب رود اردن را خشک نمود و مردم اسرائیل همگی از آن عبور کردند. بنابراین آنها از مردم اسرائیل بسیار ترسیدند و دل و جرأت خود را از دست دادند. آنگاه خداوند به یوشع فرمود از سنگ چخماق چاقو بساز و تمام مردان اسرائیل را ختنه کن. پس یوشع از سنگ چخماق چاقو ساخت و مردان اسرائیل را بر تپه قلفه ختنه کرد. دلیل ختنه این بود که هرچند همه مردان جنگی اسرائیل هنگامی که سرزمین مصر را ترک کردند ختنه شده بودند، اما در طی 40 سال اقامت خود در بیابان مردند و پسرانی که از آن پس به دنیا آمدند ختنه نشده بودند. قوم اسرائیل برای مدت 40 سال سرگردان بودند. در آن مدت همه مردان جنگی که سرزمین مصر را ترک کردند درگذشتند. چون آنها از خداوند اطاعت نکردند، پس خداوند قسم خورد که نگذارد پای یکی از آنها هم به آن سرزمینی که شیر و عسل در آن جاری است و به مردم اسرائیل وعده فرموده بود برسد. پس یوشع پسران آن مردان را که قبلا ختنه نشده بودند ختنه کرد. وقتی مراسم ختنه به پایان رسید، تمام قوم در اردوهای خود ماندند تا زخمشان بهبود یابد. خداوند به یوشع فرمود امروز من آن لکه ننگی را که به خاطر غلامی در مصر از آن رنج می بردید از شما دور کردم. پس آن محل را که در آن مراسم ختنه صورت گرفت جلجال، یعنی دور کردن، نامی که تا به امروز به همین نام یاد می شود. عید فصح در جلجال. بنی اسرائیل در دوران اقامت خود در جلجال نزدیک اریها مراسم عید فصح را در عصر روز 14 ماه برگزار نمودند. روز بعد برای اولین بار از محصولات سرزمین کنعان، یعنی نان فطیر و حبوبات برشته شده آن سرزمین را خوردند. منا دیگر نبارید و بنی اسرائیل دیگر هرگز از آن نداشتند، بلکه از آن به بعد از محصولات زمین کنعان خوردند. رویای یوشع. یوشع در نزدیکی های شهر اریها بود که ناگهان مردی که یک شمشیر برهنه در دست داشت پیدا شد. یوشع نزد او رفته پرسید تو دوست ما هستی یا دشمن ما؟ آن شخص جواب داد هیچ کدام، سپه سالار ارتش خداوند هستم. یوشع به سجده افتاد و گفت ای آقا، به بنده خود چه امر می کنید؟ سپه سالار به او گفت کفش‌هایت را از پایت بیرون آور، زیرا جایی که ایستاده ای مقدس است. و یوشع اطاعت کرد. یوشع فصل ششم، سقوط اریها. دروازه های شهر اریها را از ترس مردم اسرائیل بسته بودند، به طوری که نه کسی می توانست داخل شود و نه کسی می توانست خارج گردد. خداوند به یوشع فرمود من شهر اریها را با پادشاه و لشکر نیرومند آن به دست تو می دهم. شما باید
مدت 6 روز هر روز به همراه تمام سپاهیان خود به دور شهر بگردید. 7 کاهن هر کدام با 1 شیپور که از شاخ قوچ ساخته شده باشد، پیشاپیش صندوق پیمان حرکت کنند. روز 7 شهر را 7 مرتبه دور بزنید و کاهنان هم شیپور خود را بنوازند. همین که صدای بلند و طولانی شیپور کاهنان را شنیدید، همه مردم با صدای بلند فریاد کنند. آن وقت دیوارهای شهر اریها فرو می ریزند و همه سپاهیان باید مستقیماً داخل شهر شوند. پس یوشع پسر نون کاهنان را به حضور خود خوانده به آنها گفت: صندوق پیمان را بردارید و 7 نفر از شما هر کدام با 1 شیپور پیشاپیش صندوق پیمان حرکت کنید. سپس در حالی که مردان مسلح پیشاپیش صندوق پیمان خداوند و کاهنان حرکت می کردند، به مردم گفت: شما بروید و به دور شهر بگردید. مردم به دستور یوشع حرکت کردند و 7 کاهن شیپور خود را برداشته پیشاپیش صندوق پیمان خداوند به صدا درآوردند. مردان مسلح در جلوی کاهنان حرکت کردند و بقیه لشکر هم پشت سر آنان رفتند. یوشع به مردم گفت: تا وقتی که من به شما نگویم، هیچ صدایی از کسی در نیاید. در آن روز صندوق پیمان خداوند را 1 بار به دور شهر گردانیدند و بعد برگشتند و شب را در اردوگاه خود به سر بردند. صبح روز بعد باز یوشع برخاست و کاهنان صندوق پیمان خداوند را گرفته، در حالی که شیپور خود را می نواختند، به اتفاق سربازان برای دفعه دوم شهر را دور زدند. به این ترتیب برای 6 روز همین کار را کردند. روز 7 سپیددم برخاسته این بار 7 بار شهر را دور زدند. اما در مرتبه 7 وقتی که کاهنان شیپور خود را به صدا درآوردند، یوشع به مردم گفت: فریاد کنید، زیرا خداوند این شهر را به ما داده است. شهر و همه چیزهایی را که در آن است به عنوان قربانی برای خداوند از بین ببرید. اما به راهاب فاحشه و خانواده او که به جاسوسان ما پناه داد آسیبی نرسانید. شما نباید چیزی به غنیمت بگیرید، زیرا حرام است، بلکه همه چیز باید از بین برده شود، وگرنه بلای وحشتناکی بر سر همه مردم اسرائیل خواهد آمد. تمام اشیای ساخته شده از طلا، نقره، برنز و یا آهن به عنوان صدقه برای خداوند در خزانه نگه داشته شوند. وقتی شیپورها را نواختند، همه مردم فریاد برآوردند. همین که صدای فریادشان بلند شد، دیوارهای شهر فرو ریختند. آنگاه سپاهیان اسرائیل همگی 1 راست به داخل شهر رفتند و آن را تسخیر کردند. بعد همه چیز را، زن و مرد، پیر و جوان، گاو، گوسفند و الاغ را با شمشیر از بین بردند. بعد یوشع به آن 2 مردی که برای جاسوسی به آن سرزمین آمده بودند گفت: به خانه آن زن فاحشه بروید و به وعده‌ای که داده اید وفا کنید. او را با تمام خانواده‌اش بیاورید. پس آن 2 جوان جاسوس رفتند و او را با پدر، مادر، برادران و همه خیشاوندانش آورده به جایی که در بیرون اردوگاه برایشان ترتیب داده بودند منتقل نمودند. آنگاه شهر را با هرچه در آن بود آتش زدند، غیر از آنچه که از طلا، نقره،
برونز و آهن ساخته شده بود که آنها را در خزانه خداوند نگه داشتند. به این ترتیب یوشع راهاب فاحشه و بستگانش را که در خانه او بودند نجات داد و آنها تا امروز در اسرائیل ساکنند، چون او آن دو جاسوسی را که یوشع به اریها فرستاده بود پناه داده بود. سپس یوشع مردم را قسم داده گفت: لعنت خدا بر کسی باد که بخواهد شهر اریها را دوباره آباد کند. او به قیمت جان پسر ارشدش بنیاد آن را خواهد نهاد. هر شخصی که بکوشد دروازه های آن را بسازد به قیمت جان پسر کوچکش تمام خواهد شد. خداوند با یوشع بود و نام او در سراسر آن سرزمین شهرت یافت. یوشع فصل هفتم. گناه اخان. هرچند خداوند به بنی اسرائیل فرموده بود که نباید از آنچه که حرام شده است برای خود به غنیمت بگیرند، اما بنی اسرائیل مرتکب گناه شدند و از فرمان خدا سرپیچی کردند. چون اخان پسر کرمی نوه زبدی از خاندان زاره که از طایفه یهودا بود، از آنچه که حرام شده بود برای خود غنیمت گرفت. پس خداوند بر بنی اسرائیل خشمگین شد. یوشع چند نفر را از اریها به شهر آی که در شرق بیت ایل و در نزدیکی بیت آون بود فرستاد تا اطلاعاتی درباره آنجا به دست آورند. آنها پس از آنکه مأموریت خود را انجام دادند نزد یوشع برگشته گفتند: لازم نیست که همگی برای حمله بروند، چون آی شهر کوچکی است. فقط 2 یا 3 هزار نفر برای تسخیر آن شهر کافی است. پس در حدود 3 هزار سرباز اسرائیلی رفتند و حمله را شروع کردند. اما اسرائیلی ها شکست خورده فرار کردند. سربازان آی آنها را تا به دروازه شباریم تعقیب کرده 36 نفرشان را کشتند و مردم اسرائیل جرأت خود را از دست داده به وحشت افتادند. یوشع و رهبران اسرائیل لباس خود را پاره کرده تا شام در برابر صندوق پیمان خداوند به خاک افتادند و خاک بر سر خود ریختند. پس یوشع گفت: ای خداوند، چرا ما را از رود اردن عبور دادی و به اینجا آوردی تا به دست اموریان کشته شویم؟ ای کاش در آن طرف رود اردن می ماندیم. خداوندا، اکنون چاره چیست؟ مردم اسرائیل از نزد دشمنان فرار کرده اند. اگر کنعانیان و دیگر اقوام این سرزمین از این ماجرا با خبر شوند، ما را محاصره کرده همه را نیست و نابود می کنند. آنگاه برای حفظ آبروی خود چه خواهی کرد؟ خداوند به یوشع فرمود: برخیز، چرا به روی خاک افتاده ای؟ همه مردم اسرائیل گناهکارند. ایشان به پیمانی که من با آنها بسته بودم وفا نکردند. چیزهای حرام را که باید از بین می بردند برای خود برداشتند، دزدی کردند، دروغ گفتند و آن را پنهان نمودند. به همین سبب است که مردم اسرائیل نمی توانند در برابر دشمن مقاومت کنند، بلکه فرار می کنند، چون به لعنت گرفتار شده اند. اینک اگر آن چیزهای حرام را از بین نبرید، من دیگر با شما نخواهم بود. پس برخیز و به مردم بگو که خود را پاک کنند و برای فردا آماده شوند و به ایشان بگو که خداوند خدای اسرائیل چنین می فرماید: شما مردم اسرائیل چیزهای حرام را که باید از بین برده می شدند برای خود نگه داشته اید و تا آن چیزها را دور نکنید نمی توانید در برابر دشمن
مقاومت نمایید. فردا صبح همه طایفه ها حاضر شوند و طایفه ای را که خداوند نشان می دهد با تمام خاندان های خود پیش بیایند. آنگاه خاندانی که خداوند نشان می دهد سپس اعضای آن خاندان جلو بیایند و خداوند کسی را که این کار را انجام داده است معلوم می کند. پس آن کسی که مال حرام را برداشته است با همه داراییش در آتش سوزانیده شود، چون آن شخص پیمان خداوند را شکسته و شرم بر بنی اسرائیل آورده است. پس یوشع روز بعد صبح زود برخاسته بنی اسرائیل را طایفه به طایفه جمع کرد و طایفه یهودا مسئول شناخته شد. سپس هر خاندان یهودا پیش آمد و قرعه به نام خاندان زاره در آمد. آنگاه هر فامیل پیش آمد و فامیل زبدی را جدا کردند. وقتی که مردان خانواده زبدی پیش آمدند، اخان پسر کرمی نوه زبدی از خاندان زاره از طایفه یهودا گناهکار شناخته شد. آنگاه یوشع به اخان گفت: فرزندم، خداوند خدای اسرائیل را تجلیل و تمجید کن و راست بگو که چه کرده ای، چیزی از من پنهان نکن. اخان جواب داد: به راستی من در برابر خداوند خدای اسرائیل گناه کردم و کار بدی که از من سرزده است این است. از بین اموال غنیمت یک ردای زیبای بابلی، 100 تکه نقره و یک شمش طلا به وزن 50 تکه نقره دیدم و از روی طمع آنها را برداشتم و در چادر خود در زیر خاک پنهان کردم و نقره زیر همه قرار دارد. یوشع چند نفر را فرستاد و آنها به طرف چادر دویدند و دیدند که به راستی همه چیزها را در چادر در حالی که نقره در زیر همه قرار داشت پنهان کرده بود. آنها را از چادر نزد یوشع و مردم اسرائیل آوردند و به حضور خداوند قرار دادند. پس یوشع همراه همه مردم اسرائیل اخان پسر زاره را با نقره، ردا، میله طلا، پسران، دختران، گاوها، الاغان، گوسفندان، چادر و همه داراییش گرفته در دشت اخور آوردند. یوشع به اخان گفت: چرا این همه مصیبت را بر سر ما آوردی؟ حالا خداوند تو را به مصیبت گرفتار می کند. آنگاه همگی اخان را همراه با فامیلش سنگسار کردند و بعد همه را در آتش سوزاندند. سپس توده بزرگی از سنگ بر روی جنازه او برپا کردند که تا به امروز باقی است. به این ترتیب خشم خداوند فرو نشست. از این رو آنجا را دشت اخور نامیدند. یوشع فصل هشتم، اشغال و ویرانی شهر آی. خداوند به یوشع فرمود: همه جنگجویان را گرفته بدون ترس و تشویش به آی برو. من پادشاه آی، مردم شهر و سرزمین او را به دست تو داده ام. همان رفتاری که با اریها و پادشاه آن کردی با آی و پادشاهش نیز بکن. اما این بار به تو اجازه می دهم که همه اموال و چارپایان آنها را که به غنیمت می گیری برای خودتان نگه دارید. به صورت ناگهانی و از پشت شهر حمله کنید. پس یوشع و تمام لشکریان او آماده حرکت به طرف آی شدند. پس یوشع 30,000 سرباز دلیر را انتخاب کرد و هنگام شب آنها را به آنجا فرستاد و گفت:
برای شبیخون در یک طرف شهر پنهان شوید، اما نه بسیار دور از آن، و برای حمله ناگهانی آماده باشید. من با یک گروه سرباز به شهر حمله می کنم. وقتی که لشکریان آی مانند دفعه گذشته به مقابله ما آمدند، ما عقب نشینی می کنیم. آنها تصور می کنند که ما فرار کرده ایم، پس ما را تعقیب خواهند نمود. چون از شهر به فاصله زیادی دور شدند، آنگاه شما از کمینگاه خود بیرون آمده شهر را تصرف کنید، زیرا خداوند خدای شما آن را به دست شما تسلیم خواهد نمود. وقتی شهر را تصرف کردید، طبق فرمان خداوند آن را آتش بزنید. این دستور من می باشد. پس آنها هنگام شب به طرف کمینگاه خود حرکت کردند و در جایی که بین غرب آی و بیت ایل بود پنهان شدند. یوشع شب را در اردوگاه خود به سر برد. صبح روز بعد یوشع برخاست و سربازان خود را آماده کرد و با رهبران بنی اسرائیل رهسپار آی شدند. آنها در شمال شهر در نزدیکی دره‌ای اردو زدند. در آن شب یک لشکر 5000 نفری دیگر را فرستاد تا در غرب شهر بین آی و بیت ایل برای کمک به قشون اصلی کمین کنند و خودش شب را در دشت به سر برد. وقتی پادشاه آی لشکر یوشع را دید، فوراً دست به کار شد و به همراه لشکریان خود برای حمله به بنی اسرائیل به روبروی دشت اردن رفت. غافل از اینکه یک لشکر دیگر بنی اسرائیل در عقب شهر کمین کرده اند. یوشع و مردان جنگی او چنان وانمود کردند که از دست آنها شکست خورده به طرف بیابان فرار می کنند. پس به تمام سربازانی که در شهر بودند دستور داده شد که به تعقیب بنی اسرائیل بروند. به این ترتیب آنها از شهر دور شدند، به طوری که هیچ سربازی در بیت ایل و یا آی باقی نماند و دروازه های شهر را نیز باز گذاشتند و به تعقیب بنی اسرائیل رفتند. آنگاه خداوند به یوشع گفت: نیزت را به طرف آی دراز کن، زیرا من آن را به دست تو می دهم. یوشع چنان کرد. همین که دست یوشع بلند شد، لشکر بنی اسرائیل که در کمینگاه بودند فوراً به شهر حمله برده آن را تسخیر کردند و آتش زدند. چون مردان آی به پشت سر خود نگاه کردند، دیدند که دود از شهر به طرف آسمان بالا می رود و راه فرار از هر سو به روی ایشان بسته شده است. زیرا مردانی که به بیابان فرار کرده بودند برگشته و به آنهایی که در تعقیبشان بودند حمله کرده بودند. وقتی یوشع و همراهانش دود را دیدند و فهمیدند که سربازانی که در کمین بودند شهر را تسخیر کرده اند، برگشتند و تمام مردان آی را به قتل رساندند. مردان اسرائیل که در شهر بودند بیرون آمدند و از پشت سر به کشتار دشمن شروع کردند، به طوری که هیچ کس نتوانست فرار کند و همه کشته شدند. اما پادشاه آی را زنده دستگیر کرده به حضور یوشع آوردند. بعد از آن که مردان بنی اسرائیل تمام کسانی را که در خارج شهر بودند کشتند، به داخل شهر رفتند و کسانی را که زنده مانده بودند با شمشیر هلاک کردند. در همان روز تمام ساکنان آی که در حدود 12,000 زن و مرد بودند کشته شدند، زیرا یوشع نیزه خود را به طرف آی بالا گرفته بود و تا زمانی که تمام ساکنان آن نابود نشده بودند پایین نیاورد. پس بنی اسرائیل
مطابق دستور خداوند به یوشع فقط چهارپایان و اموال آنان را برای خود به غنیمت گرفتند. یوشع آی را آتش زد و به خاکستر تبدیل نمود و تا امروز به همان حال باقی است. پادشاه آی را به دار آویختند و جسد او تا شام آویزان ماند. هنگام غروب آفتاب یوشع دستور داد جسد او را از دار پایین بیاورند و نزد دروازه ورودی شهر بیاندازند و بر روی آن یک توده بزرگ سنگ انباشتند که هنوز هم دیده می شود. خواندن تورات در کوه ایبال. بعد یوشع قربانگاهی برای خداوند خدای اسرائیل بر کوه ایبال ساخت، همانطور که موسی خادم خداوند در کتاب تورات به مردم اسرائیل دستور داده بود. قربانگاهی از سنگ‌های نتراشیده که ابزار کارگران به آنها نخورده بود ساختند و مردم در آنجا قربانی‌های سوختنی و سلامتی برای خداوند تقدیم کردند. یوشع در همانجا در حضور بنی اسرائیل یک نسخه تورات موسی را بر لوح‌های سنگی نوشت. تمام بنی اسرائیل و رهبران، صاحب منصبان، داوران و همچنین قریبانی که در بین آنها بودند به دو دسته تقسیم شده مقابل هم ایستادند. نیمی در پایین کوه جرزیم و نیم دیگر آنها در پایین کوه ایبال ایستادند. بین آن دو دسته کاهنان و صندوق پیمان خداوند قرار داشتند و منتظر بودند که دعای برکت خوانده شود. این مراسم بر حسب دستوری بود که موسی خادم خداوند سالها پیش داده بود. بعد یوشع از روی کتاب تورات دعای برکت و نفرین را برای ایشان خواند. تمام احکامی که موسی نوشته بود از ابتدا تا انتها برای بنی اسرائیل و زنان و اطفال و بیگانگانی که در میانشان ساکن بودند خوانده شد. یوشع فصل نهم. حیله اهالی جبعون. وقتی خبر پیروزی بنی اسرائیل به گوش پادشاهان سرزمین‌های اطراف رسید، اینها پادشاهان سرزمین‌های غرب رود اردن و سواحل دریای مدیترانه تا کوه‌های لبنان یعنی هتیان، اموریان، کنعانیان، فرزیان، هویان و یبوسیان بودند. آنها یک لشکر متحد تشکیل دادند تا در مقابل یوشع و لشکر او بجنگند. اما چون اهالی جبعون شنیدند که یوشع چه بلایی بر سر اریها و آی آورده است، حیله‌ای اندیشیدند و چند نفر را نزد یوشع فرستادند. آنها لباس‌ها و کفش‌های کهنه و پاره پوشیده و بر الاغ‌های خود پالان کهنه و پاره گذاشته و مشک‌های شرابی که وصله شده بود و نیز مقداری نان کپک زده بار کرده بودند. آنها به اردوی یوشع در جلجال آمدند و به او و مردم اسرائیل گفتند: ما از یک سرزمین دور آمده ایم تا با شما پیمان صلح ببندیم. مردم اسرائیل به آنها گفتند: ما از کجا بدانیم که شما در همین نزدیکی ها زندگی نمی کنید و از راه دور آمده اید؟ ما نمی توانیم با شما پیمان ببندیم. آنها به یوشع گفتند: ما شما را خدمت می کنیم. یوشع از آنها پرسید: شما کیستید و از کجا آمده اید؟ آنها جواب دادند: ما از یک سرزمین دوردست آمده ایم، زیرا ما درباره خداوند خدای شما شنیده ایم که چه کارهای حیرت‌آوری در سرزمین مصر انجام داد.
بر سر دو پادشاه اموری، سیحون پادشاه حشبون و اوج پادشاه باشان که در اشتاروت زندگی می کردند چه بلایی آورد. بنابراین رهبران و بزرگان سرزمین ما گفتند که توشه سفر گرفته به دیدن شما بیاییم و بگوییم که ما در خدمت شما هستیم. پس بیایید با هم پیمان دوستی ببندیم. وقتی که از خانه های خود حرکت کردیم، این نانها را که برای توشه راه خود گرفتیم گرم و تازه بودند و حالا همه خشک و بیات شده اند. این مشک های شراب که اینک کهنه و پاره شده اند آن وقت نو بودند و کفش ها و لباس های ما هم در این سفر طولانی کهنه و پاره شده اند. پس مردم اسرائیل بدون مشورت با خداوند از توشه راه آنها خوردند و یوشع با آنها پیمان صلح بست و با آنها اجازه داد که در آنجا زندگی کنند. رهبران اسرائیل نیز قسم خوردند که به پیمان خود وفادار بمانند. اما سه روز بعد از پیمان بستن ایشان معلوم شد که آنان در همسایگی آنها زندگی می کنند. سربازان اسرائیل برای تحقیق رفتند و در روز سوم به آن شهرها که عبارت بودند از جبعون، کفیره، بعیروت و قریت یعاریم رسیدند. اما آسیبی به آنها نرساندند، زیرا رهبران ایشان به نام خداوند خدای اسرائیل قسم خورده بودند. بنابراین آنها بر رهبران خود که با آن مردم پیمان صلح بسته بودند خشمگین شدند. اما رهبران گفتند ما به نام خداوند خدای اسرائیل قسم خورده ایم و نمی توانیم به آنها صدمه‌ای برسانیم. مبادا کاری برخلاف قسمی که خورده ایم بکنیم و به غضب خدا گرفتار شویم. بگذارید که زنده بمانند، اما آنان را به خدمت می گماریم تا آنها برای ما هیزم شکنی کنند و آب بیاورند. این تصمیمی بود که رهبران گرفتند. یوشع مردم جبعون را به حضور خود خواسته پرسید چرا ما را فریب دادید و گفتید که از یک سرزمین دور آمده اید در حالی که در همین جا زندگی می کردید؟ پس اکنون به لعنت خدا گرفتار شده اید و از این به بعد به صورت غلام برای خانه خدای ما کار کنید، آب بیاورید و هیزم بشکنید. آنها جواب دادند چون ما اطمینان داشتیم که خداوند خدای شما به خادم خود موسی دستور فرموده بود که تمام این سرزمین را به شما بدهد و شما همه ساکنان آن را از بین ببرید. بنابراین ترسیدیم و برای نجات جان خود این کار را کردیم. اکنون سرنوشت ما به دست شماست. هر چه صلاح شما باشد در حق ما بکنید. پس یوشع آنها را از دست مردم اسرائیل نجات داده نگذاشت که کشته شوند. اما یوشع از همان روز آنها را مأمور کرد که برای مردم و قربانگاه خداوند هیزم بشکنند و آب بیاورند و تا امروز نیز در جایی که خداوند برای عبادت انتخاب کرد چنین می کنند. یوشع فصل دهم. آفتاب در جای خود می ایستد. چون ادونی صدق پادشاه اورشلیم شنید که یوشع آی را تصرف کرده و آن را با خاک یکسان ساخته و پادشاه آن را به قتل رسانیده، همانطور که اریها و پادشاه آن را از بین برد و همچنین با مردم جبعون پیمان صلح بسته است و آنها با مردم اسرائیل زندگی می کنند، بی اندازه ترسید. چون جبعون مانند همه پایتخت های دیگر
شهری مهم و بزرگتر از آی بود و همچنین مردانی دلاور و جنگجو داشت. بنابراین ادونی صدق پادشاه اورشلیم به هوهام پادشاه حبروم، فرام پادشاه یرموت، یافی پادشاه لاخیش و دبیر پادشاه اجلون پیامی به این شهر فرستاد: بیایید به من کمک کنید تا جبعون را از بین ببریم، زیرا آنها با یوشع و بنی اسرائیل پیمان صلح بسته اند. این 5 پادشاه اموری، یعنی پادشاهان اورشلیم، حبرون، یرموت، لاخیش و اجلون، قوای خود را جمع کرده با همه سپاهیان خود به جبعون آمدند و جنگ شروع شد. مردان جبعون در اردوگاه جلجال به یوشع خبر دادند و خواهش کرده گفتند: ما را تنها نگذار، هرچه زودتر خود را به کمک ما برسان، ما را نجات بده. همه پادشاهان اموری که در کوهستان‌ها زندگی می‌کنند با سپاهیان خود برای حمله در اینجا جمع شده اند. آنگاه یوشع با تمام ارتش و سربازان دلیر خود از جلجال به سوی جبعون حرکت کرد. خداوند به یوشع فرمود: از دشمن نترس، من پیروزی را نصیب تو کرده ام. هیچ کدام از آنها نمی توانند در برابر تو مقاومت کنند. پس یوشع و سپاهیان او تمام شب راه رفتند تا به جبعون رسیدند و یک حمله ناگهانی را بر اموریان شروع کردند. خداوند آنها را به دست مردم اسرائیل شکست داد. تعداد بیشماری از آنها در جبعون به قتل رسیدند و بقیه به گردنه کوه بیت هورون فرار کردند. بنی اسرائیل آنها را تا عزیقه و مقیده تعقیب کرده به کشتار خود ادامه می دادند. فراریان وقتی می خواستند از گردنه کوه بیت هورون پایین بروند، خداوند تگرگ‌های درشتی را تا عزیقه بر سرشان فرود می آورد و همه را نابود کرد. آنانی که در اثر بارش تگرگ بزرگ کشته شدند بیشتر از آنانی بودند که با شمشیر بنی اسرائیل کشته شدند. در همان روزی که مردم اسرائیل اموریان را شکست دادند، یوشع در اجتماع اسرائیل به درگاه خداوند چنین دعا کرد: ای آفتاب در بالای جبعون بایست و ای مهتاب بر دشت ایلون توقف کن. بنابراین تا زمانی که اسرائیل دشمنان خود را نابود نساخت، آفتاب در جای خود ایستاد و مهتاب از جای خود حرکت نکرد. در این باره در کتاب یاشر نوشته شده است که آفتاب در وسط آسمان در جای خود ایستاد و تمام روز غروب نکرد. نه پیش از آن و نه بعد از آن کسی چنان روزی را ندیده است که خداوند فقط به خاطر دعای یک انسان چنین کاری کرد. خداوند برای مردم اسرائیل جنگ نمود. بعد یوشع با همه سپاهیان خود به اردوگاه در جلجال برگشت. شکست 5 پادشاه. در زمان جنگ آن 5 پادشاه فرار کردند و در غار مقیده پنهان شدند. به یوشع خبر رسید که مخفیگاه آن 5 پادشاه را پیدا کرده اند و آنها در غار مقیده هستند. یوشع دستور داد که سنگهای بزرگی را به دهانه غار بگذارند و چند نفر هم در آنجا کشیک بدهند تا آنها نتوانند از غار خارج شوند. به سربازان دیگر هم دستور داد به تعقیب بقیه دشمنان بروید و از پشت سر به آنها حمله کنید و نگذارید که داخل شهر خود شوند. خداوند خدای شما آنها را به دست شما داده است. یوشع
و مردان او به کشتار آنها ادامه دادند و هر پنج لشکر دشمن را از بین بردند، اما تعداد کمی جان سالم به در برده داخل شهر شدند. بعد لشکریان اسرائیل بدون تلفات جانی به اردوگاه خود برگشتند و از آن به بعد کسی جرأت آن را نداشت که حرف بدی درباره اسرائیل بزند. سپس یوشع دستور داد که سنگ‌ها را از دهانه غار بردارند و آن پنج پادشاه را به حضور او بیاورند. آنها سنگ‌ها را از دهانه غار برداشته پنج پادشاه اورشلیم، حبرون، یرموت، لاخیش و اجرون را بیرون آوردند و نزد یوشع بردند. آنگاه یوشع تمام قوم اسرائیل را جمع کرد و به فرماندهان نظامی گفت: بیایید و پاهای خود را روی گردن این پادشاهان بگذارید. و اضافه کرد: نترسید، شجاع و دلیر باشید، زیرا خداوند این کار را در حق همه دشمنان شما می کند. سپس یوشع پادشاهان را کشت و اجساد آنها را بر پنج درخت آویخت و آنها تا شام بر درخت آویزان ماندند. هنگام شام یوشع دستور داد که اجساد آنها را پایین بیاورند و در همان غاری که پنهان شده بودند بیاندازند. سپس سنگ‌های بزرگی را در دهانه غار قرار دادند که هنوز هم در آنجا باقی است. تسخیر سایر شهرهای اموری‌ها. یوشع در همان روز به شهر مقیده حمله کرده پادشاه آن را کشت و همه مردم آنجا را به قتل رسانید و هیچ کس را زنده نگذاشت. همان کاری را که در حق پادشاه اریها کرده بود در حق پادشاه مقیده هم کرد. بعد یوشع با ارتش خود از مقیده حرکت کرده به لبنه حمله کرد. خداوند بنی اسرائیل را بر آن شهر و پادشاهش پیروز ساخت. آنها هیچ کس را زنده نگذاشتند و بلایی را که بر سر پادشاه اریها آورده بودند بر سر این پادشاه هم آوردند. یوشع و لشکر او از لبنه به لاخیش رفته آن را محاصره کردند. خداوند به بنی اسرائیل پیروزی بخشید و یوشع آنجا را در روز دوم تسخیر نمود و کاری که در لبنه کرده بود در لاخیش هم کرد و تمام مردم آنجا را کشت و هیچ کس را زنده نگذاشت. آنگاه هورام پادشاه جازر به کمک لاخیش آمد، اما یوشع او را با سپاهش مغلوب کرد و یک نفر را هم زنده نگذاشت. سپس یوشع با ارتش خود از لاخیش به اجلون رفت و در روز اول آن را محاصره و تصرف کرد و مثل لاخیش همه ساکنان آن را با شمشیر کشت. بعد از آن یوشع با قوای خود از اجلون به حبرون رفت. پس از یک حمله آن را تسخیر کرد. سپس پادشاه، شهرها و همه مردم آنجا را از بین برد و چنان که در اجلون کرد در آنجا هم هیچ کس را زنده نگذاشت و همه کسانی را که در آنجا بودند به کلی نابود نمود. بعد یوشع به دبیر حمله کرد و آن را هم مثل حبرون تسخیر نمود. پادشاه و شهرهای آن را از بین برد و همه ساکنان آنجا را کشت و هیچ کس را زنده نگذاشت. یوشع مطابق دستور خداوند خدای بنی اسرائیل تمام آن سرزمین را که شامل کوهستان، منطقه جنوبی و دامنه‌های کوه بود تصرف کرد. پادشاهان و مردمان آن را از بین برد. همه را به کلی نابود کرد و هیچ جانداری را زنده نگذاشت.
مبارزه یوشع از قادش برنی شروع شد و تا غزه و تمام سرزمین جوشن و جبعون رسید. همه پادشاهان و سرزمین‌های ایشان را در یک زمان تسخیر کرد، زیرا خداوند اسرائیل برای ایشان جنگ می کرد. بعد یوشع و ارتش او به اردوگاه خود در جلجال برگشتند. یوشع فصل 11، شکست یابین و متحدانش. وقتی خبر پیروزی های یوشع به گوش یابین پادشاه حاسور رسید، فوراً پیام‌هایی برای این پادشاهان فرستاد: یوباب پادشاه مادون، پادشاهان شمرون و اخشاف پادشاهان کوهستان شمالی، پادشاهان دشت اردن در جنوب دریاچه جلیل و هامون، پادشاهان نافوت دور در غرب، پادشاهان کنعان در سمت شرق و غرب، پادشاهان فرزیان، پادشاهان یبوسیان در کوهستان، پادشاهان هویان در دامنه کوه هرمون در سرزمین مصفه. آنها همگی قوای خود را جمع کرده یک ارتش متحد تشکیل دادند که مثل ریگ دریا بیشمار بود. آنها با اسبان و عرابه‌های جنگی در کنار چشمه‌های میروم اردو زده برای جنگ با اسرائیل آماده شدند. خداوند به یوشع فرمود: نترس، زیرا فردا در همین وقت همه آنها را کشته به دست مردم اسرائیل تسلیم می کنم. زرد پی پاهای اسبان ایشان را قطع کنید و عرابه های آنها را آتش بزنید. پس یوشع با مردان خود به میروم رفت و با یک حمله ناگهانی آنها را شکست داد. خداوند آنها را به دست مردم اسرائیل تسلیم کرد و سربازان اسرائیل دشمنان را تا به سیدون بزرگ و مصرفوت مایم در شمال و دشت مصفه در شرق تعقیب کرده کشتند و یکی از آنها را هم زنده نگذاشتند. پس یوشع همانطور که خداوند امر فرموده بود با آنها رفتار نمود. زرد پی پاهای اسبهای ایشان را قطع کرد و تمام عرابه های ایشان را آتش زد. یوشع در راه بازگشت حاسور را تصرف کرد و پادشاه آن را کشت، زیرا حاسور در آن زمان نیرومندترین شهر بود. همه ساکنان آنجا را با شمشیر کشت و هیچ جانداری را زنده نگذاشت و حاسور را نیز به آتش کشید. یوشع تمام این شهرها را تسخیر کرد و پادشاهان آنان را گرفت و همه را کشت، همانطور که موسی خادم خداوند دستور داده بود. اما یوشع از میان تمام شهرهایی که بر روی تپه ها بنا شده بودند فقط حاسور را آتش زد. تمام غنیمت و گله و رمه ای را که بنی اسرائیل به دست آوردند برای خود نگه داشتند، اما همه مردم را با دم شمشیر کشتند و هیچ کس را زنده نگذاشتند. یوشع طبق دستور خداوند به خادم خود موسی و راهنمایی موسی رفتار کرد و همه اوامر خداوند را کاملا انجام داد. سرزمینی که یوشع تصرف کرد. به این ترتیب یوشع تمام آن سرزمین را تصرف کرد، یعنی همه کوهستانها، منطقه جنوبی، منطقه جوشن، دشتها، کوهستانهای اسرائیل و دشت اردن. قلمرو اسرائیل از کوه حالق در نزدیکی ادوم تا بعل جاد در دشت لبنان در دامنه کوه هرمون وسعت یافت و یوشع
پادشاهان آنها را دستگیر کرد و به قتل رساند. این جنگ ها سالهای زیادی طول کشید. تنها شهری که با اسرائیل صلح کرد جبعون بود که هویان در آن ساکن بودند، ولی همه شهرهای دیگر را تصرف کردند و از بین بردند، چون این خواست خدا بود که دلهای آنها سخت گردد و به جنگ با اسرائیل برخیزند. در نتیجه همگی آنها بدون هیچ ترحمی کشته شدند، چنان که خداوند به موسی فرموده بود. در این زمان یوشع اناقیانی را که در منطقه کوهستانی حبرون، دبیر، اناب و کوههای یهودا و اسرائیل زندگی می کردند کشت و آنها را با شهرهایشان به کلی نابود کرد. از اناقیان یک نفر هم در سرزمین اسرائیل زنده نماند، اما بعضی از آنها در غزه، جت و اشدود باقی ماندند. به این ترتیب یوشع طبق دستور خداوند به موسی تمام آن سرزمین را تصرف نمود و آن را به عنوان ملکیت به بنی اسرائیل داد و سپس آن را بین تمام طایفه های بنی اسرائیل تقسیم کرد. سرانجام در آن سرزمین آرامی برقرار شد. یوشع فصل 12. پادشاهانی که موسی شکست داده بود. بنی اسرائیل دو پادشاهی را که در شرق رود اردن بودند شکست دادند. سرزمینی را که آنها به تصرف درآوردند عبارت بود از دشت ارنون تا کوه هرمون با تمام دشت اردن. یکی از آن دو سیحون پادشاه اموریان بود که در حشبون حکومت می کرد. قلمرو حکومت او شامل نیمی از سرزمین جلعاد یعنی ارعیر در کنار وادی ارنون و از وسط آن دره تا وادی یبوق که سرحد امونیان بود، همچنین دشت اردن و دریاچه جلیل در جنوب بیت یشموت در شرق دریای مرده تا دامنه کوه فسجه. دیگری اوج پادشاه باشان بود که از بازماندگان رفاعیان بود و در اشتاروت و ادرعی حکومت می کرد. قلمرو سلطنت او از کوه هرمون، سلخه و تمام باشان تا سرحد جشوریان و معکیان، نصف جلعاد تا سرحد سیحون، پادشاهی حشبون وسعت داشت. موسی خادم خداوند و بنی اسرائیل آنها را شکست دادند و موسی سرزمین آنها را به طایفه رعوبین و جاد و نیمی از طایفه منسی داد. پادشاهانی که یوشع شکست داده بود. پادشاهان دیگری را که یوشع و بنی اسرائیل شکست دادند در غرب رود اردن بودند. سرزمین آنها از بعل جاد در دشت لبنان تا کوه حالق در جنوب نزدیک ادوم وسعت داشت و یوشع آن را بین طایفه های بنی اسرائیل تقسیم کرد. این قسمت شامل کوهستان، کوه پایه های غربی، دشت اردن و دامنه های آن، دشت های شرقی و صحرای جنوب نگب می گردید. مردمانی که در آن سرزمین زندگی می کردند، هتیان، اموریان، کنعانیان، فرزیان، هویان و یبوسیان بودند. پادشاهانی را که قوم اسرائیل شکست دادند، عبارت بودند از پادشاه اریها، پادشاه آی که نزدیک بیت ایل است، پادشاه اورشلیم، پادشاه حبرون، پادشاه یرموت، پادشاه لاخیش، پادشاه اجلون، پادشاه جازر، پادشاه دبیر، پادشاه جادر، پادشاه هرما، پادشاه اراد، پادشاه لبنه، پادشاه ادولام، پادشاه مقیده،
پادشاه بیت ایل، پادشاه تفوح، پادشاه حافر، پادشاه افیق، پادشاه لشارون، پادشاه مادون، پادشاه حاسور، پادشاه شمرون مرون، پادشاه اکشاف، پادشاه تعناک، پادشاه مجدو، پادشاه قادش، پادشاه یقنعام در کرمل، پادشاه دور در نافت دور، پادشاه اقوام در جلیل و پادشاه ترسه. در مجموع 31 پادشاه بودند. یوشع فصل 13. سرزمین های تسخیر نشده. وقتی که یوشع پیر و سال خورده شد، خداوند به او فرمود: تو حالا پیر و سال خورده شده ای و هنوز هم جاهای زیادی برای تصرف باقی مانده است که عبارتند از تمام سرزمین فلسطینیان، جشوریان، اویان، از شیهور که در شرق مصر است تا سرحد اقرون در سمت شمال که اکنون در دست کنعانیان است. 5 حکمران فلسطینی در این 5 شهر حکومت می کردند: غزه، اشدود، اشقلون، جت و اقرون. در جنوب تمام سرزمین کنعانیان از میاره در سیدون تا افیق و سرحد اموریان. سرزمین جبلیان، تمام سرزمین لبنان در شرق از بعل جاد در جنوب کوه هرمون تا گردنه حمات. ساکنان کوهستان از لبنان تا مصر فوت مایم و مردم سیدون، همه اینها را از سر راه بنی اسرائیل بیرون میرانم. تو باید آن را همانطور که گفتم بین 9 طایفه بنی اسرائیل و نصف طایفه منسی تقسیم کنی. سرزمین های شرقی رود اردن، نیم دیگر طایفه منسی و طایفه های رعوبین و جاد قبلا سهم خود را گرفته اند که در شرق رود اردن است و موسی خادم خداوند به آنها داد که حدود آن از ارعیر در کنار وادی ارنون و از شهری که در وسط این وادی است تمام بیابان میدبا تا دیبون وسعت داشت. آن قسمت همچنین شامل تمام شهرهای سیحون پادشاه اموریان که در حشبون حکومت می کرد تا به سرحد امون بود و جلعاد سرزمین جشوریان و معکیان سراسر کوه هرمون، تمام باشان تا سلخه هم مربوط به این ناحیه بود. تمام سرزمین اوج پادشاه باشان که در اشتارود و ادرعی حکومت می کرد، او تنها بازمانده رفائیان بود و موسی آنها را شکست داد و از سرزمین‌هایشان بیرون راند. اما بنی اسرائیل جشوریان و معکیان را بیرون نکردند، بلکه این دو قوم هنوز هم تا به امروز در بین بنی اسرائیل زندگی می کنند. موسی به طایفه لاوی سهمی از زمین نداد. طبق دستور خداوند آنها حق داشتند که سهم خود را از قربانی های سوختنی که بر قربانگاه برای خداوند تقدیم می شد بگیرند. سرزمین طایفه رعوبین، وقتی که موسی سهم خاندانهای طایفه رعوبین را داد، قلمرو سرزمین آنها از ارعیر در کنار وادی ارنون، شهر مرکزی وادی و سراسر دشت مجاور میدبا بود. این ناحیه شامل حشبون و تمام شهرهای آن در دشت دیبون، باموت بعل، بیت بعل معون، یحسه، قدیموت، میفاعت، قیری تایم، سبمه، سارت شهر، در کوهستان در بالای دشت.
بیت فقور در دامنه فسجه، بیت یشیموت سراسر شهرهای دشت، تمام سرزمین سیحون پادشاه اموریان که در حشبون حکومت می کرد و موسی او را با پادشاهان مدیان یعنی اوی، راقم، سور و رابع که در آن سرزمین زندگی می کردند شکست داد. بنی اسرائیل بلعام پسر بعور فالبین را همراه با بقیه آنها با شمشیر کشت و رود اردن سرحد غربی طایفه رعوبین به شمار می رفت. این شهرها و دهات آن سهم طایفه رعوبین بودند که به خاندانهای آنها داده شد. سرزمین طایفه جاد. موسی سهم طایفه جاد را هم داد که عبارت بود از یعزیر، همه شهرهای جلعاد، نیمی از سرزمین امونیان تا ارعیر که در شرق ربعه واقع است و از حشبون تا رامت، مصفه و بتونیم، از مهنایم تا سرحد دبیر و در دشت اردن شهرهای بیت هارام، بیت نمره، سکوت، صافون و بقیه سرزمین سیحون پادشاه حشبون. رود اردن سرحد غربی آن بود که تا دریاچه جلیل ادامه داشت. این شهرها و روستاهای آن سهم طایفه جاد بودند که به خاندانهای آنها داده شد. سرزمین نصف طایفه منسی. موسی قسمتی از سرزمین را به نصف طایفه منسی داد. محدوده سرزمین ایشان از مهنایم، تمام باشان، یعنی سراسر سرزمین اوج، پادشاه باشان و شهرهای یائیر که تماماً 60 شهر بود، وسعت داشت. نیم جلعاد، اشتارود، ادرعی و شهرهای اوج در باشان به نصف خاندان ماخیر، پسر منسی، داده شد. این ترتیبی است که موسی سرزمین شرق اریها و اردن را هنگامی که در موآب بود تقسیم کرد، اما موسی به طایفه لاوی سهمی از زمین نداد، بلکه همچنان که خداوند فرموده بود خود خداوند خدای بنی اسرائیل سهم آنان بود. یوشع فصل 14. تقسیم کنعان به حکم قرعه. زمین‌هایی را که بنی اسرائیل در سرزمین کنعان به دست آوردند، الازار کاهن، یوشع پسر نون و رهبران قوم بین ایشان تقسیم کردند. تقسیم بندی زمین به حکم قرعه و طبق دستوری که خداوند به موسی داده بود بین 9.5 طایفه صورت گرفت. موسی قبلاً سهم 2.5 از بنی اسرائیل را در شرق رود اردن داده بود، اما به طایفه لاوی سهمی نداد، چون نسل یوسف یعنی منسی و افرایم 2 طایفه را تشکیل می دادند. بنابراین به لاویان سهمی داده نشد، به غیر از شهرهایی که در آنها زندگی می کردند و چراگاه‌هایی برای رمه و گله هایشان. تقسیم زمین همانطور که خداوند به موسی امر فرموده بود انجام شد. حبرون به کالیب داده شد. روزی عده‌ای از طایفه یهودا در جلجال نزد یوشع آمده و یکی از آنان کالیب پسر یفنه قنزی به او گفت: به یاد داری که خداوند درباره من و تو در قادش برنی به بنده خود موسی چه گفت؟ در آن وقت من 40 ساله بودم که موسی مرا برای جاسوسی از قادش برنی به سرزمین کنعان فرستاد. من گزارش درستی برای او آوردم، اما برادرانی که همراه من رفتند مردم را ترساندند. چون من امر خداوند را از دل و جان به جا آوردم،
موسی در همان روز به من گفت: آن قسمت کنعان را که تو در آن قدم گذاشتی برای همیشه به تو و به فرزندان تو می بخشم، زیرا تو امر خداوند خدای مرا از دل و جان به جا آوردی. اکنون 45 سال از آن زمان که بنی اسرائیل در بیابان سفر می کردند گذشته و من 85 ساله شده ام و خداوند هنوز مرا زنده نگه داشته است و هنوز مانند زمانی که موسی مرا به مأموریت فرستاد قوی هستم. نیرو و قوتی را که در آن وقت داشتم حالا هم دارم و برای جنگ و سفر آماده ام. بنابراین خواهش می کنم که طبق وعده خداوند این کوهستان را به من بده. تو به یاد داری که عناقیان در شهرهایی که دارای دیوارهای مستحکم بودند زندگی می کنند و اگر خدا بخواهد من آنها را طبق گفته خداوند از آنجا بیرون می رانم. پس یوشع او را برکت داد و حبرون را به کالیب پسر یفنه بخشید. به این ترتیب حبرون تا به امروز از آن کالیب می باشد، زیرا اوامر خداوند خدای اسرائیل را از صمیم دل به جا آورد. نام حبرون قبلاً قریت اربع بود. اربع یکی از مردان قهرمان عناقیان بود و آنجا را به افتخار او قریت اربع نامیدند. سرانجام در آن سرزمین صلح برقرار شد. یوشع فصل 15. سهم طایفه یهودا. زمینی که به خاندانهای طایفه یهودا داده شد از طرف جنوب به سرحد ادوم که دورترین نقطه جنوبی آن صحرای سین بود می رسید. این سرحد جنوبی از انتهای دریای مرده شروع شده و به جاده‌ای که به طرف گردنه اکربیم می رفت ادامه داشت. از آنجا به بیابان سین و حسرون در جنوب قادش برنی و بعد از ادار قرقه دور زده تا اسمون ادامه داشته و از آنجا به سوی مرز مصر می رفت و به دریای مدیترانه ختم می شد. این حد جنوبی یهودا بود. سرحد شرقی آن در امتداد دریای شور و تا دهانه رود اردن می رسید. سرحد شمالی آن از خلیج دریای مرده که آب رود اردن در آن می ریخت شروع شده، از بید هجله گذشته به طرف شمال به دشت اردن و سنگ بوهن می رفت. بوهن نام پسر رعوبین بود. از آن نقطه از راه دشت اخور به دبیر و از آنجا به طرف شمال غرب به جلجال مقابل گردنه ادومیم و تا جنوب دشت ادامه داشت و از آنجا به چشمه های عین شمس و عین رجل می رسید. سپس از دره حنوم تا به کوه یبوسی یعنی اورشلیم در سمت جنوب و از آنجا به طرف غرب از قله کوه مقابل دره حنوم در انتهای شمالی دشت رفائیم می گذشت و از سر کوه به چشمه نفتوه و از آنجا از شهرهای کوه افرون دور زده تا بعله یعنی قریت یعاریم امتداد داشت. بعد از غرب بعله دور زده به ادوم می رسید. از امتداد کوه یعاریم یعنی کسالوم گذشته به بیت شمس سرازیر می شد و به تمنه می رسید. از آنجا به تپهی در شمال اقرون می آمد و شکرون را دور زده تا کوه بعله ادامه داشت. از آنجا به یبنئیل و بعد به دریای مدیترانه ختم می شد. سرحد غربی آن را ساحل دریای مدیترانه تشکیل می داد. این بود سرحدات خاندانهای طایفه یهودا.
تصرف حبرون و دبیر توسط کالیب. همانطور که خداوند به یوشع امر فرموده بود، یک قسمت از زمین طایفه یهودا را به کالیب پسر یفنه داد و آن عبارت بود از حبرون، شهری که متعلق به اربع پدر عناق بود. کالیب سه پسر عناق از خاندان شیشی، اخیمان و تلمی را از آنجا بیرون راند. سپس با ساکنان دبیر جنگید. نام دبیر قبلاً قریت صفر بود. کالیب اعلام کرد و گفت هر کسی که به قریت صفر حمله کند و آن را تصرف نماید، من دختر خود عکسه را به او می دهم. اتنائیل پسر قناز برادر کالیب آن را تصرف کرد و کالیب دختر خود را به او داد. وقتی که عکسه نزد اتنائیل آمد، اتنائیل او را تشویق کرد که از پدرش کالیب مزرعه‌ای بخواهد. چون عکسه از الاغ خود پایین آمد، کالیب از او پرسید چه میخواهی؟ عکسه گفت یک هدیه به من بده، زیرا زمینی که به من دادی خشک و بی آب است، پس میخواهم که چند چشمه آب به من بدهی. پس کالیب چشمه های بالا و پایین را به او داد. شهرهای یهودا. سرزمینی که به خاندانهای طایفه یهودا داده شد شامل این قسمتها بود. شهرهای طایفه یهودا در امتداد سرحدات ادوم در سمت جنوب اینها بودند: قبسئیل، ایدر، یاجور، بینه، دیمونه، عدعد، قادش، حاسور، یتنان، زیف، تالم، بعلوت، حاسور حدته، قریوت حسرون یعنی حاسور، آمام، شماع، مولاده، حسرجده، حشمون، بیت فالت، حسرشوال، بعرشبع، بزیوتیه، بعاله، عیم، آسم، التولد، کسیل، هرما، سقلج، مدمنه، سنسنه، لباووت، سلخیم، این و رمون. تماماً 29 شهر با روستاهای آنها. شهرهایی که در دامنه کوه واقع بودند: اشتاول، سرعه، اشنه، زانو، این جنیم، تفوه، اینام، یرموت، ادولام، سکوه، ازیقه، شعرایم، ادیتایم، جدیره، جدیرتایم. تماماً 14 شهر با روستاهای آنها. همچنین سنان، حداشا، مجدلجاد، دلآن، مصفه، یقتئیل، لاخیش، بسقه، اجلون، کبون، لهمان، کتلیش، جدیروت، بیت داجون، نعمه، مقیده. تماماً 16 شهر با روستاهای آنها. لبنه، آتر، آشان، یفتاه، اشنه، نصیب، قعیله، اکزیب و مریشه. جمعاً 9 شهر با روستاهای آنها. اقرون با شهرها و روستاهای آن. از اقرون تا دریای مدیترانه و شهرها و روستاهای اطراف اشدود. اشدود شهرها و روستاهای آن. غزه شهرها و روستاهای آن تا مرز مصر، تا دریای مدیترانه و سواحل آن. شهرهای کوهستانی شمیر، یتیر، سکوه، دنه، قریت سعنه یعنی دبیر، عناب، اشتموه، آنیم، جوشن، حولون
و جیلوه، جمعاً 11 شهر با روستاهای اطراف آنها، عراب، دومه، اشعان، یانوم، بیتفو، افیقه، همته، حبرون و سیعور، جمعاً 9 شهر با روستاهای اطراف آنها، معون، کرمل، زیف، یوته، یزرائیل، یقدوام، زانوه، قائن، جبعه و تمنه، جمعاً 10 شهر با روستاهای اطراف آنها، حلهول، بیتسور، جدور، معارات، بیت انود و التقون، جمعاً 6 شهر با روستاهای اطراف آنها، قریت بعل یا قریت یعاریم و ربه، 2 شهر با روستاهای اطراف آنها، شهرهای بیابان، دشت اردن، مدین، سکاکه، نبشان، شهر نمک و عین جدی، جمعاً 6 شهر با روستاهای اطراف آنها. اما مردم یهودا نتوانستند یبوسیان را که در اورشلیم زندگی می کردند بیرون برانند. بنابراین یبوسیان تا به امروز با مردم یهودا در اورشلیم هستند. یوشع فصل 16. سرزمین طایفه افرایم. سهم فرزندان یوسف از اردن در شرق چشمه اریها شروع شده تا به بیابان و کوهستان بیت ایل می رسید و از بیت ایل تا لوز و اتاروت که سرحد ارکیان است ادامه داشت. از آن نقطه به یفلتیان که به طرف غرب است تا بیت هورون پایین و تا جازور و ساحل دریای مدیترانه می رسید. پس فرزندان یوسف یعنی طایفه منسی و افرایم سهم زمین خود را گرفتند. سهم خاندانهای طایفه افرایم که سرحد شرقی آن از اتاروت ادار شروع می شد و تا قسمت بیت هورون بالا و از آنجا به دریای مدیترانه می رسید. سرحد شمالی آن از دریای مدیترانه به طرف شرق یعنی مکمیه و از آنجا گذشته تا تانه، شیلوه و یانوه ادامه داشت. از یانوه به طرف جنوب تا اتاروت و نعره و از آنجا به رود اردن ختم می شد. شروع سرحد غربی آن از تفوه تا وادی قانه و پایان آن در دریای مدیترانه بود. به خاندانهای طایفه افرایم بعضی از شهرهای نیمی از طایفه منسی هم داده شد. ایشان کنعانیان ساکن جازور را بیرون نراندند و آنها تا به امروز در بین طایفه افرایم به سر می برند، ولی آنها را به کار اجباری وادار کردند. یوشع فصل 17. سهم طایفه منسی غربی. یک سهم از زمینی که در غرب رود اردن بود به طایفه منسی پسر اول یوسف داده شد. به ماخیر پدر جلعاد پسر اول منسی که یک قهرمان مبارز بود، جلعاد و باشان را در شرق رود اردن دادند. زمینی که در غرب رود اردن بود به خاندانهای ابی ازر، حالک، اسرائیل، شکیم، حافر و شمیدا که پسران منسی پسر یوسف بودند داده شد. سلفهاد پسر حافر، پسر جلعاد، پسر ماخیر، پسر منسی پسری نداشت، بلکه دارای چند دختر بود به نامهای محله، نوعه، هجله، ملکه و ترسه. آنها نزد الازار کاهن، یوشع پسر نون و رهبران بنی اسرائیل آمدند و گفتند
خداوند به موسی فرموده بود که به ما هم زمینی در بین برادران ما داده شود، پس به آنها نیز مانند برادران ایشان سهمی داده شد. به این ترتیب طایفه منسی به غیر از جلعاد و باشان 10 سهم دیگر از زمین را در شرق رود اردن مالک شدند. چون دختران طایفه منسی ملکیت خود را در بین مردان طایفه به دست آوردند، زمین جلعاد به سایر بقیه مردان طایفه منسی داده شد. وسعت زمین طایفه منسی از اشیر تا مکمته که در شرق شکیم است می رسید و از آنجا به طرف جنوب تا منطقه‌ای که مردم عین تفوح زندگی می کردند ادامه داشت. سرزمین تفوح متعلق به طایفه منسی بود، اما شهر تفوح واقع در سرحد منسی به طایفه افرایم تعلق داشت. سرحد منسی تا وادی قانه می رسید. شهرهای جنوب وادی گرچه در سرزمین منسی واقع بودند، ولی به طایفه افرایم تعلق داشتند. سرحد منسی به طرف شمال وادی رفته به دریای مدیترانه ختم می شد. افرایم در جنوب، منسی در شمال و دریای مدیترانه در سرحد غربی آنها واقع بود. اشیر به سمت شمال غرب و یساکار به طرف شمال شرق قرار داشت. در سرزمین یساکار و اشیر این شهرها با روستاهای آنها متعلق به طایفه منسی بودند. بیت شان، یبلعام، دور، عین دور، تعناک و مجدو. مردم منسی نتوانستند ساکنان آن شهرها را بیرون برانند، پس کنعانیان به زندگی در آنجا ادامه دادند. حتی هنگامی که قوم اسرائیل قوی تر هم شدند، نتوانستند تمام کنعانیان را از آنجا خارج کنند، ولی آنها را به کار اجباری وادار کردند. اعتراض طایفه یوسف. مردم طایفه یوسف به یوشع گفتند: چرا به ما فقط 1 سهم دادی؟ در حالی که از برکت خداوند جمعیت ما بسیار گردیده و قومی بزرگ شده ایم. یوشع به آنها گفت: اگر جمعیت شما زیاد است و ناحیه کوهستانی افرایم برایتان کافی نیست، به سرزمین فرزیان و رفائیان بروید و جنگل آنجا را برای خود صاف کنید. آنها جواب دادند: آن کوهستان برای ما کفایت نمی کند، ولی کنعانیانی که در دشت سکونت دارند، چه در بیت شان و چه در دشت یزرائیل، همگی دارای عرابه های جنگی آهنی هستند. آنگاه یوشع به مردم طایفه یوسف یعنی افرایم و منسی گفت: می دانم که جمعیت شما زیاد است و صاحب قدرت هستید و باید سهم زیادتری داشته باشید. پس کوهستان از آن شما باشد. اگرچه آنجا منطقه جنگلی است، شما می توانید جنگل را صاف کنید و مالک آن شوید. هرچند کنعانیان عرابه های جنگی آهنی دارند و قوی هستند، شما می توانید آنها را از آنجا بیرون کنید. یوشع فصل 18. تقسیم بقیه زمین ها. بعد از آن که مردم اسرائیل سرزمین را تسخیر کردند، همه در شیلو جمع شدند و خیمه مقدس را برپا کردند. 7 طایفه اسرائیل هنوز سهم زمین خود را نگرفته بودند. پس یوشع به قوم اسرائیل گفت: تا به کی سستی می کنید و نمی روید تا سرزمینی را که خداوند خدای اجدادتان به شما داده است تصرف کنید؟ از هر طایفه 3 نفر را انتخاب نمایید و من آنها را به سراسر سرزمین می فرستم
تا هر جایی را که می خواهند صاحب شوند، بررسی کنند و نتیجه بررسی خود را بنویسند و برای من بیاورند. آنگاه آن سرزمین به 7 سهم تقسیم می شود. یهودا در قسمت جنوبی خود و طایفه یوسف در قسمت شمالی خود می مانند و شما زمین را به 7 قسمت تقسیم کرده نقشه آن را برایم بیاورید تا من در حضور خداوند قرعه بیاندازم. اما طایفه لاوی در بین شما از آن زمین سهمی نمی گیرند، چون سهم آنها این است که به عنوان کاهن خداوند را خدمت کنند. طایفه جاد، رعوبین و نصف طایفه منسی سهم زمین خود را قبلاً از موسی خادم خداوند گرفته اند. پیش از آن که نمایندگان طایفه ها به مأموریت خود بروند، یوشع به آنها دستور داد به سراسر آن سرزمین بروید، آن را بررسی کنید و بعد بیایید و به من گزارش کتبی بدهید و من در حضور خداوند قرعه می اندازم. پس آنها به تمام قسمت‌های آن سرزمین رفته و گزارشی نوشتند که چگونه شهرهای آنجا را به 7 قسمت تقسیم کردند. بعد با فهرست نام‌های شهرها به اردوگاه یوشع در شیلو برگشتند. یوشع با مشورت خداوند برای ایشان در شیلو قرعه انداخت و در آنجا سهم 7 طایفه باقی مانده بنی اسرائیل تعیین شد. منطقه طایفه بنیامین. قرعه اول برای خاندان‌های طایفه بنیامین بود. ملکیت آنها بین طایفه یهودا و یوسف واقع بود. سرحد شمالی آن از رود اردن شروع شده به شمال اریها می رسید و از آنجا به طرف غرب تا کوهستان و بیابان بیت آون ادامه داشت. از آن نقطه به طرف جنوب به لوز یعنی بیت ایر و سپس به اتاروت ادار به طرف کوهی در جنوب بیت هورون پایین می رفت. بعد به سوی مغرب دور زده از پهلوی کوهی که در بیت هورون است می گذشت و به طرف جنوب به قریت بل که قریت یعاریم هم نامیده می شود و متعلق به طایفه یهودا بود خاتمه می یافت. این بود سرحد غربی آن. سرحد جنوبی آن از کنار قریت یعاریم شروع شده به چشمه های نفتوح و از آنجا به دامنه کوهی که مشرف بر دره هنوم در انتهای شمال دشت رفائیم واقع بود می رفت. بعد از دره هنوم گذشته به طرف جنوب جایی که یبوسیان زندگی می کردند رسیده، از آنجا به طرف عین رجل می رفت. بعد به طرف شمال پیچیده به عین شمس و سپس تا جلیلوت مقابل گردنه ادمیم می رسید. از آنجا به طرف پایین به سنگ بوهن پسر رعوبین و باز از شمال دشت اردن گذشته به عربه پایین می رفت. از آنجا هم گذشته به طرف شمال بیت هجله می رفت و در خلیج دریای شور ختم می شد. این سرحد جنوبی آن بود. رود اردن سرحد شرقی آن را تشکیل می داد. این سرحدات سهم خاندان طایفه بنیامین بود. این شهرها متعلق به خاندانهای طایفه بنیامین بودند. اریها، بیت هجله، امیق قسیس، بیت عربه، سمارایم، بیت ایل، اویم، فاره، افرود، کفر امونی، افنی و جابع. جمعاً 12 شهر و روستاهای اطراف آنها. جلعون، رامه، بعیروت، مصفه، کفیره، موسه، راقم، یرفعیل،
تراله، سیله، آلف، یبوس، انی، اورشلیم، جبعه و قریت یعاریم. جمعاً 14 شهر با روستاهای اطراف آنها. این بود سهم خاندان طایفه بنیامین. یوشع فصل 19. سرزمین طایفه شمعون. قرعه دوم برای خاندانهای طایفه شمعون بود. سرزمین ایشان تا سرزمین یهودا می رسید و شامل این شهرها بود: برشبع، شبع، مولادا، حسرشوآل، باله، آسم، التولد، بتول، هرما، سقلق، بیت مرکبوت، حسرسوسه، بیت لباوت و شاروهن. جمعاً 13 شهر با روستاهای اطراف آنها. عین، رمون، آتر و آشان. جمعاً 4 شهر با روستاهای اطراف آنها. این روستاها با تمام شهرهای اطراف که آن تا بعلت بعیر یا رامه در جنوب ادامه داشت به خاندان طایفه شمعون تعلق گرفت. چون وسعت سرزمین طایفه یهودا بیش از نیاز آنان بود، بنابراین قسمتی از آن به طایفه شمعون داده شد. سرزمین طایفه زبولون. قرعه سوم به نام خاندان طایفه زبولون درآمد. وسعت سرزمین آنها تا به سارید می رسید. از آنجا به طرف غرب به مرعله و دباشه و تا وادی مشرق از یقنعام ادامه داشت. از سارید به طرف مشرق به سرحد کسلوت تابور و بعد به دابره و تا یافی می رسید. از آنجا به طرف مشرق تا جتحافر و اتقاسین و بعد از راه نیعه به طرف رمون می رفت. از طرف شمال به هناتون دور زده به دره یفتحیل ختم می شد. این سرزمین شامل شهرهای قده، نهلال، شمرون، یداله و بیت لحم که با روستاهای اطراف آنها جمعاً 12 شهر بودند. این شهرها و روستاهای آن سهم طایفه زبولون بودند که به خاندانهای آنها داده شد. سرزمین طایفه یساکار. قرعه چهارم به نام خاندانهای طایفه یساکار درآمد. سرزمین آنها شامل شهرهای یزرائیل، کسلوت، شونم، حفارایم، شیعون، اناهره، ربیت، قشیون، آبس، رمه، این جنیم، این حده و بیت فسیس بود. سرحد این سرزمین با تابور، شه سیمه و بیت شمس هم تماس داشت و تا رود اردن می رسید. این بود زمین خاندانهای طایفه یساکار. جمعاً 16 شهر با روستاهای اطراف آنها. سرزمین طایفه اشیر. قرعه پنجم به نام خاندانهای طایفه اشیر درآمد. سرزمین ایشان شامل حلقه، حلی، باطن، اکشاف، الملک، امعاد و مشال بود و سرحد غربی آن با کرمل و شهور لبنه تماس داشت. بعد این سرحد به طرف شرق دور زده به بیت داجون و از آنجا به زبولون و دره یفتحیل در شمال رسیده، بعد به طرف بیت عامق و نعیئیل و سپس به طرف شمال به کابول، حبرون، رهوب، حمون، قانه و تا به سیدون بزرگ ادامه داشت. از آنجا به سرحد رامه پیچیده
به شهر مستحکم سور می رسید. از آن نقطه تا حوسه ادامه پیدا کرده، انتهای آن دریای مدیترانه بود. این منطقه شامل مهلب، اکزیب، امه، افیق و رهوب بود. جمعاً 22 شهر با روستاهای اطراف آنها. این شهرها با دهاتشان مربوط به ملکیت خاندانهای طایفه عشیر بودند. سرزمین طایفه نفتالی. قرعه ششم به نام خاندانهای طایفه نفتالی درآمد. سرحد زمین آنها از حالف در بلوطی که در سنعیم است شروع شده به ادامی، ناقب و یبنعیل و تا لقوم ادامه داشت و انتهای آن رود اردن بود. از آنجا به طرف غرب پیچیده به آزنوت تابور و بعد به حقوق می رسید و با زبولون در جنوب، با عشیر در مغرب و با رود اردن در مشرق تماس داشت. شهرهای مستحکم آن سدیم، سیر، حمت، رقت، کنارت، ادامه، رامه، حاسور، قادش، ازرعی، عین حاسور، یرون، مجدلئیل، حوریم، بیت اناه و بیت شمس بودند. جمعاً 19 شهر با روستاهای اطراف آنها. این بود زمین خاندانهای طایفه نفتالی با شهرها و روستاهای آنها. سرزمین طایفه دان. قرعه هفتم به نام خاندانهای طایفه دان درآمد. سرزمین ایشان شامل شهرهای سرعه، اشتعول، ایرشمس، شعلبین، ایالون، یتله، ایلون، تمنه، اقرون، التقیه، جبتون، بعله، یهود، بنی برق، جت رمون، میاه یرقون، رقون و منطقه اطراف یافا بود. وقتی طایفه دان سرزمین خود را از دست دادند، به لشم حمله نموده آن را تصرف کردند. مردم آنجا را با دم شمشیر کشتند و در آنجا سکونت اختیار کرده و نام آن شهر را از لشم به دان که اسم جدشان بود تبدیل نمودند. این شهرها و روستاهای اطراف آنها متعلق به خاندانهای طایفه دان بودند. سهم یوشع. هنگامی که مردم اسرائیل تقسیم سرزمین‌ها را به پایان رساندند، ایشان در میان خود به یوشع پسر نون نیز سهمی دادند. طبق دستور خداوند و انتخاب خودش، شهر تمنه ساره را که در کوهستان افرایم بود برای او تعیین کردند. یوشع آن را دوباره آباد کرد و در آنجا سکونت اختیار نمود. به این ترتیب الازار کاهن، یوشع پسر نون و رهبران طایفه های اسرائیل آن سرزمین را در حضور خداوند در مقابل دروازه خیمه مقدس در شیلو تقسیم کردند. یوشع فصل بیستم. شهرهای پناهگاه. بعد خداوند به یوشع فرمود: به قوم اسرائیل بگو طبق دستوری که به موسی داده بودم شهرهایی را به عنوان پناهگاه انتخاب کنید، تا اگر کسی ناخواسته مرتکب قتل شود به یکی از آن شهرها پناه ببرد و دست وابستگان شخص مقتول به او نرسد. شخص قاتل باید به یکی از آن شهرها فرار کند و در جلوی دروازه ورودی شهر بایستد و ماجرای خود را برای رهبران آن شهر بیان کند. آنها او را به داخل شهر ببرند و جایی برایش تهیه کنند و او نزد آنها بماند. اگر خانواده شخص مقتول
برای انتقام بیایند قاتل را به دست آنها نسپارند، زیرا او به طور تصادفی مرتکب قتل شده و با مقتول سابقه دشمنی نداشته است. او تا زمان محاکمه در حضور مردم و تا زمان فوت کاهن اعظم وقت در آنجا بماند. بعد از آن شخص قاتل می تواند به خانه خود و به شهری که از آن فرار کرده است بازگردد. بنابراین شهر قادش در جلیل در کوهستان نفتالی، شکیم در کوهستان افرایم و حبرون در کوهستان یهودا برای این منظور تعیین گردیدند. همچنین طبق دستور خداوند سه شهر دیگر را در آن طرف رود اردن در شرق اریها انتخاب کردند که عبارت بودند از باسر در بیابان طایفه رعوبین، رامون در جلعاد در سرزمین جاد و جولان در باشان در محدوده طایفه منسی. اینها شهرهای پناهگاه بودند برای مردم اسرائیل و بیگانگانی که با آنها زندگی می کردند. هرگاه کسی ناخواسته مرتکب قتل می شد به آنجا پناه می برد تا به دست وابستگان شخص مقتول کشته نشود و در آنجا تا روز محاکمه خود باقی می ماند. یوشع فصل 21. شهرهایی که به لاویان داده شد. رهبران فامیل لاویان نزد الازار کاهن، یوشع پسر نون و بزرگان طایفه های بنی اسرائیل به شیلو در سرزمین کنعان آمده گفتند طبق دستور خداوند به موسی باید شهرهایی برای زندگی ما و چراگاه‌هایی هم برای گله‌های ما به ما داده شود. بنابراین مطابق فرمان خداوند مردم اسرائیل شهرهایی را با چراگاه‌های آنها برای لاویان و گله‌های ایشان تعیین کردند. خاندان قحاتیان اولین خانواده از طایفه لاوی بودند که قرعه به نام ایشان درآمد. برای این خانواده ها که از فرزندان هارون بودند 13 شهر در سرزمین یهودا، شمعون و بنیامین تعیین کردند. به بقیه خاندان قحاتیان 10 شهر در طایفه افرایم، دان و نصف طایفه منسی داده شد. برای خاندان جرشونیان 13 شهر در طایفه های یساکار، اشیر، نفتالی و نصف طایفه منسی در باشان تعیین کردند. به خانواده خاندان مراری 12 شهر در طایفه های رعوبین، جاد و زبولون داده شد. این شهرها و چراگاه‌ها را مردم اسرائیل طبق فرمان خداوند به موسی به حکم قرعه به لاویان دادند. اینها شهرهایی هستند در طایفه‌های یهودا و شمعون که به فرزندان هارون که قحاتیان بودند دادند. آنها نخستین کسانی از طایفه لاوی بودند که قرعه به نام ایشان درآمد. این شهرها را برای ایشان تعیین نمودند. قریت اربع، اربع پدر اناق بود که اکنون آن را حبرون میگویند و در کوهستان یهودا واقع است با چراگاه‌های اطراف آن. اما مزرعه و روستاهای اطراف آن قبلا به کالی پسر یفنه داده شده بود. علاوه بر حبرون که یکی از شهرهای پناهگاه بود، این شهرها را نیز با چراگاه‌های اطراف آنها به فرزندان هارون کاهن دادند: لبنه، یتیر، اشتمو، هولون، دبیر، عین، یته و بیت شمس، جمعاً 9 شهر از 2 طایفه یهودا و شمعون. از طایفه بنیامین جبعون،
جبعه، اناتوت و المون، شهرهایی که به فرزندان هارون کاهن دادند، 13 شهر با چراگاه‌های اطراف آنها بودند. به بقیه خانواده لاویان از خاندان قحط این شهرها را با چراگاه‌های اطراف آنها از طایفه افرایم دادند. شکیم، شهر پناهگاه قاتلین در کوهستان افرایم، جازور، قبسایم و بیت هورون، جمعاً 4 شهر. از طایفه دان 4 شهر با چراگاه‌های اطراف آنها، التقیه، جبتون، ایلون و جترمون. از نصف طایفه منسی غربی، تعنک، جترمون، جمعاً 2 شهر با چراگاه‌های اطراف آنها. به این ترتیب خاندان قحاتیان 10 شهر با چراگاه‌های آنها دریافت کردند. یک خانواده دیگر لاوی، یعنی خاندان جرشونیان، این 2 شهر را با چراگاه‌های اطراف آنها در نصف طایفه منسی در باشان به دست آوردند. شهر جولان، شهر پناهگاه در باشان و شهر بشتره. از طایفه یساکار، قشیون، دابره، یرموت و انجنیم جمعاً 4 شهر با چراگاه‌های اطراف آنها. از طایفه اشیر، میشال، عبدون، حلقات و رهوب جمعاً 4 شهر با چراگاه‌های اطراف آنها. از طایفه نفتالی، قادش، شهر پناهگاه در جلیل، حموت دور و قرتان جمعاً 3 شهر با چراگاه‌های اطراف آنها. سپس به خانواده‌های خاندان جرشونیان 13 شهر با چراگاه‌های اطراف آنها داده شد. به بقیه لاویان، یعنی خاندان مراری، چراگاه‌های اطراف آنها در طایفه زبولون داده شد که عبارت بودند از یقنعام، قرته، دمنه و نهلال، جمعاً 4 شهر با چراگاه‌های اطراف آنها. از طایفه رعوبین، باسر، یحسه، قدیموت و میفعه جمعاً 4 شهر با چراگاه‌های اطراف آنها. از طایفه جاد، راموت، شهر پناهگاه در جلعاد، مهنایم، حشبون و یعزیر جمعاً 4 شهر با چراگاه‌های اطراف آنها. آن 12 شهر را برای خاندان مراری که بقیه طایفه لاوی بودند تعیین کردند. به این ترتیب برای طایفه لاوی جمعاً 48 شهر را با چراگاه‌های اطراف آنها در بین طایفه‌های اسرائیل تعیین کردند. قوم اسرائیل سرانجام همه آن سرزمین را همانطور که خداوند وعده داده بود که به ملکیت ایشان می‌دهد به دست آوردند و در آنجا زندگی را شروع کردند. خداوند همان گونه که وعده فرموده بود در هر گوشه آن سرزمین آرامش برقرار کرد. هیچ یک از دشمنان ایشان نمی توانست در مقابل آنها مقاومت کند، زیرا خداوند بنی اسرائیل را بر تمام دشمنان پیروز می ساخت. خداوند به تمام وعده هایی که به مردم اسرائیل داده بود وفا کرد. یوشع فصل 22، بازگشت طایفه های شرقی. سپس یوشع مردم طایفه رعوبین، جاد و نصف طایفه منسی را جمع کرده به آنها گفت: شما از همه احکام موسی خادم خداوند اطاعت کردید و تمام اوامر او را به جا آوردید. هیچ وقت برادران و خواهران اسرائیلی خود را ترک نکردید، بلکه با اخلاص کامل از دستورات خداوند پیروی نموده اید. اینک که خداوند طبق وعده خود
به برادران شما صلح و آرامش بخشیده است، پس به خانه های خود در سرزمینی که در آن طرف رود است و موسی خادم خداوند به شما داد بازگردید. مراقب باشید که همه احکامی را که موسی خادم خداوند به شما داده است به جا آورید. خداوند خدای خود را دوست داشته باشید، رضای او را بخواهید و از اوامر او اطاعت کنید. به او وفادار باشید و از جان و دل او را خدمت نمایید. بعد یوشع آنها را برکت داده به خانه هایشان فرستاد. موسی به نصف طایفه منسی زمینی را در باشان داده بود. یوشع به نصف دیگر آن طایفه زمینی در بین سایر اقوام اسرائیل در غرب رود اردن داد. پیش از آن که مردم به خانه های خود بروند، یوشع همه را برکت داد. او به آنها گفت: حالا شما با دارایی و مال فراوان، گله و رمه، نقره، طلا، برنز، آهن و لباس زیاد به خانه های خود برمی گردید. شما باید همه چیزهایی را که از دشمنان به غنیمت گرفته اید با برادرانتان تقسیم کنید. پس طایفه های رعوبین، جاد و نصف طایفه منسی از مردم اسرائیل در شیلو که در سرزمین کنعان بود جدا شدند و به خانه های خود در جلعاد که طبق دستور خداوند به موسی آن را به دست آورده بودند برگشتند. قربانگاهی در شرق رود اردن. وقتی که طایفه های رعوبین و جاد و نصف طایفه منسی به حوالی رود اردن در سرحد کنعان آمدند، یک قربانگاه بزرگ و قابل توجه ساختند. چون سایر مردم اسرائیل این را شنیدند، گفتند: مردم رعوبین و جاد و منسی یک قربانگاه در سرحد کنعان در حوالی رود اردن، یعنی در قسمتی که متعلق به ما می باشد، ساخته اند. وقتی که مردم اسرائیل این را شنیدند، همگی در شیلو جمع شدند تا با آنها جنگ کنند. آنگاه مردم اسرائیل فینهاس پسر العازار کاهن را با 10 نفر نماینده، یعنی از هر طایفه یک سر کرده، نزد مردم رعوبین، جاد و نصف طایفه منسی فرستادند. آنها به جلعاد آمدند و به نمایندگی از طرف جماعت خداوند به آنها گفتند: این چه فتنه ایست که شما در مقابل خدای اسرائیل کردید؟ شما با ساختن آن قربانگاه از امر خداوند سرپیچی نمودید، بنابراین شما دیگر پیرو او نیستید. آیا گناهی که در فقور از ما سرزد کم بود؟ به خاطر همان گناه بود که آن بلا بر سر قوم خدا آمد که تا به حال از آن رنج میبریم. آیا نمیخواهید از اوامر خداوند پیروی کنید؟ اگر امروز فرمان خدا را به جا نیاورید، خداوند فردا همه مردم اسرائیل را به غضب خود گرفتار میکند. اگر سرزمین شما مکان ناپاک برای عبادت است، پس بیایید به سرزمین خداوند در جایی که خیمه اوست، جایی را برای خود انتخاب کنید. با ساختن قربانگاهی دیگر بر ضد خداوند و بر ضد ما قیام نکنید. آیا بیاد دارید که اخان پسر زاره نخواست طوری که خداوند امر فرموده بود چیزهای حرام را از بین ببرد؟ تنها اخان به خاطر گناه خود هلاک نشد، بلکه تمام قوم اسرائیل به غضب خداوند گرفتار شدند. مردم رعوبین، جاد و نصف طایفه منسی به رؤسای طایفه های بنی اسرائیل جواب دادند: خدای قادر مطلق و خداوند متعال می داند که چرا ما این کار را کردیم و می خواهیم شما هم بدانید که اگر این کار ما نافرمانی از خداوند و یا نقصی در ایمان ما باشد،
شما حق دارید ما را زنده نگذارید. یا اگر این قربانگاهی را که برای قربانی سوختنی و آردی و قربانی سلامتی ساخته ایم بی اطاعتی از فرمان خداوند باشد، خداوند خودش از ما انتقام بگیرد. اما اینطور نیست. این کار ما به این سبب بود که می ترسیدیم در آینده فرزندان شما به فرزندان ما بگویند شما حق ندارید که خدای اسرائیل را بپرستید، زیرا خداوند رود اردن را بین ما و شما یعنی طایفه های رعوبین و جاد سرحد قرار داده است و شما هیچ سهمی در خداوند ندارید. بنابراین فرزندان شما ممکن است فرزندان ما را از پرستش خداوند باز دارند. به همین دلیل گفتیم بیایید تا قربانگاهی بسازیم، نه برای سوزانیدن بخور و یا قربانی، بلکه برای شهادتی بین مردم ما و مردم شما و همچنین نسل آینده، تا بدانند که ما واقعاً خداوند را با هدایای سوختنی و قربانی‌ها و قربانی‌های سلامتی پرستش می‌کنیم. و اگر در آینده فرزندان شما به فرزندان ما بگویند شما در خداوند سهمی ندارید، فرزندان ما جواب بدهند به قربانگاهی که اجداد ما شبیه قربانگاه خداوند ساخته اند نگاه کنید. این قربانگاه برای هدایای سوختنی و قربانی نبود، بلکه تا شهادتی باشد بین مردم ما و مردم شما. ما هرگز از خداوند نافرمانی نمی کنیم و ادعا نداریم که با ساختن یک قربانگاه برای خود و تقدیم قربانی های سوختنی و صدقه های آردی فرمان خداوند را به جا می آوریم. ما می دانیم که یگان قربانگاه همان قربانگاه خداوند است که در مقابل خیمه مقدس قرار دارد. وقتی فینهاس کاهن و بزرگان قوم و رؤسای طایفه های اسرائیل که با او بودند سخنان مردم رعوبین و جاد و منسی را شنیدند، همگی قانع شدند. فینهاس پسر الازار کاهن به مردم رعوبین و جاد و منسی گفت: حال به یقین می دانم که خداوند در بین ما حضور دارد و شما از او نافرمانی نکرده اید، بلکه قوم ما و تمام بنی اسرائیل را از مجازات نجات داده اید. بعد فینهاس پسر الازار کاهن و رهبران قوم از مردم رعوبین، جاد و منسی در جلعاد خداحافظی کرده نزد قوم اسرائیل برگشتند و همه چیز را به آنها گزارش دادند. این خبر مردم اسرائیل را شادمان ساخت و همگی خدا را شکر کردند و دیگر سخنی از جنگ با طایفه های رعوبین و جاد و منسی و ویران کردن سرزمین آنها نزدند. مردم رعوبین و جاد آن قربانگاه را شاهد نامیدند، زیرا گفتند این قربانگاه شاهد است که خداوند خداست. یوشع فصل 23. وصیت یوشع. پس از گذشت سالهای طولانی سرانجام خداوند بنی اسرائیل را از دشمنان گرداگرد ایشان رهایی بخشید و آنان به آرامی رسیدند. یوشع پیر و سالخورده شده بود. او تمام قوم اسرائیل را با رهبران، رؤسا، داوران و معتمدان آنها جمع کرده به آنها گفت: من اکنون پیر شدم. شما آنچه را که خداوند خدای شما به خاطر شما با سایر قوم ها کرد دیدید. خداوند خدای شما برای شما جنگ کرد. من سرزمین اقوامی را که باقی مانده اند و همچنین آنهایی را که قبلاً مغلوب نموده ام از رود اردن در شرق تا دریای مدیترانه در غرب بین شما تقسیم کردم.
خداوند خدای شما همه آن مردم را از سر راه شما و از سرزمینی که در آن سکونت دارند بیرون می کند تا همانطور که به شما وعده داده بود سرزمین آنها را تصرف نمایید. پس کوشش کنید آنچرا که در کتاب تورات موسی نوشته شده انجام دهید و از هیچ یک از دستورات آن سرپیچی نکنید. احتیاط کنید با مردمی که در بین شما باقی مانده اند معاشرت نداشته باشید. حتی نام خدایان آنها را هم به زبان نیاورید. به نام خدایان ایشان قسم نخورید و آنها را خدمت یا پرستش نکنید، بلکه همانطور که تا به حال رفتار نموده اید به خداوند خدای خود توکل نمایید. او اقوام بزرگ و نیرومند را از سر راهتان بیرون راند تا هیچ قومی یارای مقاومت با شما را نداشته باشد. هر کدام از شما می تواند به تنهایی در مقابل هزار سرباز دشمن بایستد، زیرا خداوند خدایتان مطابق وعده‌ای که داده است برای شما جنگ می کند. پس کوشش کنید که خداوند خدای خود را دوست داشته باشید. اگر از او روی برگردانید و با اقوامی که باقی مانده اند معاشرت و ازدواج کنید، باید بدانید که خداوند خدای شما آنها را بیرون نخواهد کرد، بلکه آنها دام بر سر راه شما و تازیانه برای پشت شما و خاری در چشمتان خواهند شد، تا اینکه همگی شما در این زمین نیکویی که خداوند خدای شما به شما داده است هلاک گردید. اکنون زمان مرگ من رسیده است و شما از دل و جان می دانید که خداوند خدای شما همه چیزهای خوبی را که وعده فرموده بود به شما داد و به تمام وعده های خود وفا کرد و یکی از آنها هم بر زمین نیفتاد. اما همانطور که همه وعده های خود را عملی کرد، اگر از فرمان او سرپیچی نمایید، چنان بلاهایی بر سرتان خواهد آورد که همگی شما در این سرزمینی که خداوند به شما داده است به کلی نابود شوید. اگر شما پیمانی را که خداوند خدایتان با شما بسته است بشکنید و خدایان بیگانه را پرستش کنید، آنگاه خشم خداوند بر شما خواهد آمد و شما را در آن سرزمینی که به شما داده است نیست و نابود می کند. یوشع فصل 24، تجدید پیمان در شکیم. بعد یوشع تمام طایفه های اسرائیل را با رهبران، رؤسا، داوران و معتمدان آنها در شکیم فرا خواند. آنها آمدند و در پیشگاه خدا حاضر شدند. یوشع به آنها گفت: خداوند خدای بنی اسرائیل چنین می فرماید، سالها پیش اجداد شما در آن طرف رود فرات زندگی می کردند و خدایان بیگانه را می پرستیدند. یکی از اجدادتان تاره پدر ابراهیم و ناهور بود. بعد جد شما ابراهیم را از سرزمین آن طرف رود فرات به سراسر کنعان هدایت نمودم. فرزندان او را زیاد کردم و اسحاق را به او دادم. به اسحاق یعقوب و عیسو را دادم. کوهستان ادوم را به عیسو بخشیدم، اما یعقوب و فرزندانش به مصر رفتند. سپس موسی و هارون را فرستادم و بلاهای بزرگی بر سر مصر آوردم، اما اجداد شما را از آنجا بیرون آوردم. وقتی آنها را از مصر بیرون آوردم، مصریان با عرابه های جنگی و سربازان اسب سوار اجداد شما را تعقیب کردند. وقتی اجداد شما به دریای سرخ رسیدند،
نزد من دعا و زاری نموده کمک خواستند. من بین آنها و لشکریان مصر تاریکی ایجاد نمودم و آب دریا را بر سر مصریان ریختم، به طوری که همه آنها در دریا غرق شدند. آنچرا که من بر سر مصریان آوردم شما به چشم خود دیدید. سپس شما مدتی طولانی در بیابان زندگی کردید. بعد شما را به سرزمین اموریان که در شرق رود اردن بود آوردم. آنها با شما جنگ کردند و من شما را بر آنها پیروز ساختم و همه آنها را از بین بردم. بعد بالاق پسر صفور پادشاه موآب به جنگ بنی اسرائیل آمد و بلعام پسر بعور را دعوت کرد که شما را لعنت کند، اما من حرف بلعام را گوش نکردم. پس او شما را برکت داده و به این ترتیب شما را از دست بالاق نجات دادم. شما از رود اردن عبور کردید و به اریها رفتید. مردم اریها مانند اموریان، فرزیان، کنعانیان، هتیان، جرجاشیان، هویان و یبوسیان با شما جنگیدند، اما من شما را بر همه آنها پیروز ساختم. وقتی که جلو رفتید من پیش از رسیدن شما به آنجا دو پادشاه اموریان را به ترس و وحشت انداختم تا آنها از سر راهتان رانده شوند. شما با شمشیر و کمان خود این کار را نکردید. من به شما زمینی را دادم که شما در آن زحمت نکشیده بودید، شهرهایی را بخشیدم که شما بنا نکرده بودید. حالا شما در آنجاها زندگی می کنید، انگور را از تاک و زیتون را از درختهایی می خورید که خود شما نکاشته بودید. پس از خداوند بترسید و با اخلاص و وفاداری او را خدمت و پرستش کنید. خدایانی را که نیاکانتان در آن طرف رود فرات و در مصر می پرستیدند فراموش کنید و تنها خداوند را بپرستید. اگر نمی خواهید خداوند را پرستش کنید، همکنون تصمیم بگیرید که چه کسی را پرستش خواهید کرد. آیا خدایانی را که نیاکانتان در آن طرف رود فرات می پرستیدند، یا خدایان اموریان را که اکنون در سرزمینشان زندگی می کنید؟ اما من و خانواده‌ام خداوند را پرستش خواهیم نمود. آنگاه مردم جواب دادند ما هرگز خداوند را ترک نخواهیم کرد تا خدایان بیگانه را پرستش نماییم، زیرا خداوند ما و نیاکان ما را از مصر که در آنجا در غلامی به سر می بردیم بیرون آورد و آن همه معجزات را در برابر چشمان ما انجام داد. به هر جایی که رفتیم و از بین همه اقوامی که عبور کردیم او حافظ و نگهبان ما بود. وقتی که به این سرزمین آمدیم خداوند اموریان را که در اینجا زندگی می کردند بیرون راند. پس ما نیز خداوند را که خدای ماست پرستش خواهیم کرد. یوشع به مردم گفت اما ممکن است شما نتوانید خداوند را پرستش کنید. او خدای مقدس و غیور است. او گناهان شما را نمی بخشد. اگر خداوند را ترک کنید و خدایان بیگانه را بپرستید، او از شما رو می گرداند و شما را مجازات می کند. و با وجود همه خوبی هایی که در حق شما کرده است، باز هم شما را از بین می برد. مردم به یوشع گفتند خیر، ما خداوند را پرستش خواهیم کرد. آنگاه یوشع به آنها گفت خودتان شاهد باشید که خداوند را برای پرستش اختیار کردید. آنها جواب دادند بلی، ما شاهد هستیم. یوشع گفت پس خدایان بیگانه را که با خود دارید ترک کنید و دلهایتان را
به خداوند خدای اسرائیل بسپارید. مردم به یوشع گفتند ما خداوند خدای خود را پرستش خواهیم کرد و از اوامر او اطاعت خواهیم کرد. پس یوشع در همان روز در شکیم با مردم پیمان بست و احکام و قوانینی برای ایشان وضع کرد. یوشع همه آنها را در کتاب دستورات خدا نوشت. بعد سنگ بزرگی برداشت و در زیر درخت بلوط در جایگاه مقدس خداوند قرار داد. سپس یوشع به مردم گفت این سنگ شاهد ماست، زیرا همه سخنانی را که خداوند به ما گفت شنید. بنابراین این سنگ شاهد است و اگر شما از خدا سرپیچی کنید، این سنگ بر ضد شما شهادت خواهد داد. آنگاه یوشع مردم را مرخص نمود و هر کس به سرزمین خود بازگشت. مرگ یوشع و الازار. مدتی بعد یوشع پسر نون خدمتگزار خداوند در سن 110 سالگی درگذشت. او را در زمین خودش در تمنه ساره که در کوهستان افرایم در شمال کوه جائش است به خاک سپردند. بنی اسرائیل در طول زندگانی یوشع و همچنین رهبران قوم که بعد از مرگ او زنده بودند و همه کارهایی را که خداوند برای قوم اسرائیل کرده بود با چشم خود دیده بودند به خداوند وفادار ماندند. استخوان‌های یوسف را که مردم اسرائیل از مصر با خود آورده بودند در شکیم در جایی که یعقوب از پسران حمور به قیمت 100 سکه نقره خریده بود دفن کردند. این زمین جزو زمین‌های فرزندان یوسف بود. الازار پسر هارون نیز مرد و در جبعه در کوهستان افرایم در شهری که به پسرش فینهاس تعلق داشت به خاک سپرده شد.